دوستان عزیز سلام بر شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید. اجازه بدید این فیسبوک رو هم روشن کنم. درسته که با یک دکمه روشن میشه، ولی ما خودمون اینجا دست تنها هستیم و باید اون دکمه رو خودمون فشار بدیم. و اینه که دوستان هم خیلی از این ماجرای فیسبوک استقبال کردن و خوششون آمده که میتونن برنامه رو زنده ببینن و از هر دستگاهی، از تلفن، از هر جایی. در هر صورت تا اونجایی که ما بتونیم تلاش خودمون رو انجام میدیم، جایی هم که نتونیم خیلی ساده مثل همیشه که گفتیم میگیم که ما این رو بلد نیستیم یا از توان ما خارجه و ای کاش دوستانی هم که فکر میکنن به اصطلاح فعال سیاسی هستن، فعال اجتماعی هستن، فعال حقوق بشر هستن، اونها هم بشینن با خودشون به اصطلاح جمع و تفریق کنن، ببینن توانشون چقدر هست، وسایلشون چقدر هست در رابطه با اون برنامه‌ای که دارن، به اصطلاح با توانشون، با ابزار، با وسایلشون فعالیت کنن. اجازه بدید که امروز یه مقداری تندتر صحبت کنم چون برنامه بسیار شلوغی رو داریم. در ساعت 2:30 به وقت نیویورک مهمانی رو داریم که من قبلا هم نوشتای ایشون رو روی فیسبوک می دیدم و یکی دوباری هم از ایشون دعوت کردم، ولی بنا به دلایلی مثل اینکه پیامای من به ایشون نرسیده. اینم یکی از چیزایی که باید خیلی مواظب باشید. من بارها گفتم که خب قبل از تلفن نامه بود، نامه‌ای می نوشتند و می رسید و پاسخ می دادند و تموم. بعدن تلفن آمد، پس رابطه مردم به دو قسمت تبدیل شد، یکی از طریق نامه، یکی از طریق تلفن. بعد تلفن های همراه اومد، ارتباط مردم شد نامه نوشتن، تلفن منازل، تلفن های همراه. بعد این ماجراهای فیسبوک و یاهو مسنجر و تکست و هر روز یه برنامه جدیدی میاد و یکی از دوستان میگه سوربی من توی این برنامه هستم بیا اونجا. میگم قربونت برم 13000 خورده رو فقط من روی فیسبوک میشناسم، یعنی اسمشون رو میبینم، عکسشون رو میبینم. 3000 خورده روی ایمیل، این 16000 خورده. اصلا شما نگو 16000 تا، بگو 500 نفر. من چگونه میتونم 500 نفر هر کسی هر برنامه‌ای تو هر کشوری بود برم اونجا؟ برو وایبر، برو نمیدونم لاین، برو واتساپ، برو نمیدونم این. در صورت ما اینجا هستیم، شما هستید که اگر محبت دارید و دوست دارید بیاین اینجا. من قبل از برنامه خودم 2 ساعت برنامه زنده داشتم با آقای قربان علی حسین نژاد از پاریس. این برنامه را حتما ببینید. تا یکی 2 ساعت دیگه هم روی بایگانی کانون آوا خواهد بود، هم روی صفحه آرشیو یا بایگانی تلویزیون مردم، و تا هفته آینده هم نشون داده میشه. باز هم در خارج از اون برنامه از دوستانی که احتمالاً عضو مجاهدین هستند، هوادار مجاهدین هستند، میخوایم که اگه اونها هم صحبتی دارن بیان صحبت کنن تا صدای اونها هم شنیده بشه و مردم هر دو طرف رو شنیده باشن و نظر بدن. و اما امروز جمعه 3 ماه جون سال 2016 است. این دوستی رو که گفتم ساعت 2:30 با ما خواهند بود. ساعت 3 بعد از ظهر با آقای سهراب چمنارا هستیم که ایشون در رابطه با روز مموریال دی یا روز به اصطلاح یادآوری و یادبود و گرامی داشت از اونهایی که در راه وطنشون در راه آمریکا کشته شدن، زخمی شدن، اینها ایشون پرسشی رو از من پرسید، من پاسخ دادم، ولی بهتره که توی برنامه به اصطلاح با هم گفت و شنودی داشته باشیم. و اما متاسفم که چیزی رو که باور داشتم حالا بگم که فهمیدم باور من درست بوده، و اون اینه که ما ایرانی ها اهل کتاب خوندن نیستیم. و میبینید تلویزیون ها یکی پس از دیگری افرادی که کتاب چاپ میکنن، زحمت میکشن، مینویسن، تألیف میکنن، وقتی که این کتاب ها رو حتی مجانی به این تلویزیون ها میدن، تلویزیون التماس میکنه که نمیدونم یکی بخر، یکی ببر، نمیدونم یک کتاب بخر میام 2 دورم به نمیدونم چای زعفرون میدم، اینها باز اینها روی دستشون میمونه. دوستی زحمت کشیده بود 3 کارتون کتاب فرستاده بود، مبالغی رو هم پول پست داده، آمده اینجا، ما مشغول عکس گرفتن از اونها هستیم و در عین حال دارم این کتاب ها رو هم میخونم.
اون روز من در رابطه با کتابی که خانم منصوره پیرنیا نوشته بودند به نام کیهان از هیچ تا کهکشان صحبت کردم و متاسفم که تعداد زیادی نامه نوشتن، تعداد زیادی نامه نه ایمیل منظورمه، زنگ زدن با من صحبت کردن که بله چنین بوده و چنان بوده و یه عده حق و با اینا میدادن، یه عده میگفتن به خاطر اینا به این روز افتادیم، ولی حتی یک نفر دوست نازنین من که شما توی اون گرما زحمت کشیدی رفتی پستخونه اونجا اذیتت کردن، زیپ کد ما رو عوضی بهت دادن، ولی شما بازم استقامت کردی، پایداری کردی و از من از همین راه دور روی ماهت رو میبوسم و بهت دست میدم و به قول معروف shake your hand، ولی اینجوره یک نفر حتی نگفت که من این کتاب رو میخوام، حاضرم $10 بدم، $20 بدم که اون پول پستش، تازه نه پول پستی که شما فرستادی، پول پستی که ما از اینجا میخوایم بفرستیم به اصطلاح کاور بشه، این کاور شدن یعنی هزینه رو به اصطلاح اونها تحمل کنن. در صورت ممنونم. بله دوستمونم از کانون آوا میگه هم ویدیو و هم آدیو دریافت شدن، خسته نباشید، آخر هفته خوبی رو برای شما آرزو کردن، ما هم برای شما همین حالو داریم. و اما امروز طبق معمول آقای منصور استانلو، میدونید این دوستان ما هم فعال کارگری هستن، وقتی میان بیرون یه دفعه میشن سیاستمدار، میشن فعال حقوق بشر، میشن فعال حقوق اجتماعی، و به خاطر اینکه آمریکا میگه یه خمیری رو شما اگه خیلی بگیری بکشی بالاخره این خمیر پاره میشه و همه چی همینجوره، حتی تناب محکمی هم باشه شما خیلی بکشیش بالاخره پاره میشه، اینا هم همین کارو کردن، خودشونو اینور اونور پخش کردن و نازک شدن، هیچ کسی دیگه بهشون اهمیت نمیده، میدونن که طرف داره در رشته‌ای که خارج از تخصصش هست صحبت میکنه و ویدیویی رو بنده خدا ساخته از یه تظاهراتی از دیروز تا حالا روی یوتیوب بوده، 12 نفر رفتن این ویدیو رو دیدن، 12 نفر. بهش میگم آخه دوست عزیز، اولا به من نگو، ولی به خودت بگو چند مرتبه خودت بودی، یه بارم که من بودم از این 12 کم کن ببین چند نفر این ویدیو رو دیدن، و از خودت سوال کن حالا این چند نفر شما توی این ویدیو چه پیامی بهشون رسوندی و چه خواهشی ازشون خواستی یا چه دستوری بهشون دادی و خواستی اونا اجرا کنن، آیا اونها فرمانهای تو رو میبرن، فرمان بردارت هستن، عضوت هستن، چی هستن؟ اینها افرادی هستن که گیج شدن، نمیدونن با چی کار کنن. در چند روز گذشته میدونید که خبرهای پخش شد از بی بی سی که آقای خمینی با CIA و با کارتر در تماس بوده و این جالبه که بی بی سی این خبرها رو داره میاد، و دیدم حتی خانم نایر نفرین کرده بود که الهی ذلیل بشه این کارتر، و کارتر یه بار بیماری، اولا آدم مسنیه، بعد بیماری سرطان مغز گرفت، نجات پیدا کرد، و شما در رابطه با نفرین کردن اگر خدا به نفرینای شما گوش میداد حتما به دعاهای شما هم گوش میداد، دعا میکردید شاه زنده بمونه، که نشون میده خدا اهل دعا و نفرین نیست. در همین رابطه دوست عزیزی که سالهای سال در رادیو تلویزیون ایران و جاهای دیگه کار کرده یک نوشته هایی رو برای ما فرستاده که من اون رو براتون میخونم. من نمیدونم، فکر کنم 3 روز دیگه ماه رمضان شروع میشه توی دنیا، میدونید که اینم یک کمی چون هنوز روی تقویم ماه به اصطلاح حساب میکنن، بعضی جاها میبینن بعضی جاها نمیبینن و یه اشکالاتی هست. دوستان اگر در فیسبوک ما رو میبینید لطف کنید برای دیگران هم این رو بفرستید، بگید که اونجا بیان، یا اینکه خیلی ساده خودتون میدونید با فیسبوک میتونید الان برنامه زنده پخش کنید، یعنی همین برنامه رو که من برای شما پخش میکنم شما برای دیگران پخش کنید. تنها اشکالش این میشه که یه تأخیری به وجود میاد، یعنی مثلا چند ثانیه از ما به فیسبوک برسه، چند ثانیه از فیسبوک شما به دیگران برسه. در هر صورت همه بکنید یاری تا سوربی اینجا بکنه تلویزیون داری. این برنامه‌ای که دوستمون قرار شده نامه‌هایی رو بنویسه و من بخونم و بارها ازش خواستم که خودش بخونه و این بار حتی لطف کرده بود ا ا او و مکس و اینها گذاشته بود روی
سکون میگفتیم، نه گذاشته بود روی نامش از این بابت ممنونم، من زور میزنم ایشون بیاد، ایشون هم زور میزنه که نیاد و من باشم. نامه ای نوشته به نام، یا مقاله ای نوشتن به نام نیایش، نمیدونم شاید این خیلی پیدا نباشه توی صفحه های تلویزیون شما و اینها، در صورت ما تلاشمون رو میکنیم که هر چیزی میخونیم نشون بدیم که مستند هست. اینجا نوشتن که اکثریت ایرانیان نام جعفر خلیلی را نشنیدند و از کارها و آثارش بیخبرند. عباس خلیلی برادر بزرگتر جعفر اولین سفیر ایران در سودان بود. هر دو در یک خانه مذهبی در شهر نجف متولد شده و در مدرسه های دینی آن تحصیل می کردن. اما ملا نشدند و امامه بر سر نکردند. جعفر خلیلی به نویسندگی رو آورد. در زمان پادشاهی عراق در بغداد روزنامه‌ای به نام الهاتف به معنی ندارسان تأسیس و سردبیری آن را عهده‌دار بود. بیش از 20 کتاب تألیف کرده که اغلب داستان داستان‌های کوتاه و شناساندن شخصیت‌های عراقی و بحث پیرامون مسائل اجتماعی و اقتصادی عراق است. تألیف و بخش کتاب‌های زیادی را چون تاریخ عتبات مقدس در 7 جلد ایشان عهده‌دار شدند. این شخص نمونه‌ای از عمق و تأثیر ایرانیان در فرهنگ همسایه‌ها است. در دفتری بسیار ساده در خیابان السعدون بغداد پاتوقی داشت که مرکز ملاقات روشنفکران و ادیان بود. در برنامه‌های تلویزیونی بسیاری شرکت و همکاری می‌کرد. با اینکه تحصیل دانشگاهی نداشت، یک استاد آمریکایی که در دانشگاه الحکمه آمریکایی بغداد تدریس میکرد درباره اثر نوشته های جعفر خلیلی در ادبیات عرب و عراق تزی نوشت و گواهی نامه دکترا گرفت. پس از انقلاب اسلامی و آغاز جنگ صدام با ایران در سال 1982 این دانشمند و مؤلف را همراه خانم و 3 دخترش به تهمت ایرانی بودن نیاکانش همراه هزاران انسان دیگر از عراق بیرون کردند. مدتی در اردن زیست و آخر عمر را در شارجه گذراند و در آنجا دنیای ما را ترک کرده و در غربت به خاک سپرده شد. رفتار ستمگر در دوران کنونی شهادتی بر تکرارش در تمام دوران تاریخ است که همه آنان برای حفظ سلطنت خود از هر گونه ظلم کوتاهی نکرده و به دانش و دانشمند احترام نگذاشتند. از داستانهای کوتاه آقای خلیلی این یکی را جالب دانسته برای شما ترجمه و خلاصه و تقدیم حضورتان می کنم. نام داستان یکی از این دو است. مرد کاسبی با همسر و دخترش که بسیار برای مؤدب و خوب بزرگ کردنشان زحمت کشیده بود در سادگی زندگی می کرد. دخترها بزرگ شدند. روزی خواستگاری برای دختر اول آمد. از لباس و وضعش پیدا بود که با حال و موفق است. خواستگار گفت که زمینهای کشاورزی بسیاری را مالک است و بعد از ازدواج با همکاری دختر کاسب مساحتهای کشاورزی را افزون داده و درآمدش بیشتر خواهد شد. مرد موافقت کرد و دختر اول به خانه بخت رفت. مدتی نگذشت که خواستگار دوم آمد. اون هم خوب و با پول بود. گفت که تنورساز است و این محصول همیشه مورد تقاضا است و با همکاری همسرش میتواند عدد تنورهای ساخته شده را دو برابر کند. کاسب موافقت کرد و دختر به خانه شوهر رفت. پس از مدت کوتاهی مادر دختران شوهرش را به دیدار از دختران که در دههای دیگری میزیستند فرستاد. کاسب را افتاد در دیدار با دختر اول حالش رای جویا شد. دختر گفت پدر، تمام زمین ها را شخ کرده، تخم کاشته ایم، منتظریم باران ببارد، تخم ها سبز شود و محصول زیادی را جمع کنیم. پدر سپاس خدا کرد و به سوی دختر دوم را افتاد. در خانه دختر دوم از وضعش سوال کرد. دختر گفت پدر، بیابان را نگاه کن، همه‌اش را با تنورهایی که ساخته ایم پر کرده ایم، منتظر این باران نبارد تا تنورهای گلی خراب نشوند و ما با فروش آنها ثروتمند شویم. کاسب به خانه بازگشت. مادر احوال دخترانش را سوال کرد. مرد در پاسخ گفت هر دو خوبند،
برای بهتر شدنشان باید یکی از این دو دعا را کرد، یا باران ببارد و یا نبارد. دعا و نیایش آدمیان همه همین طور است. دعای هر شخص برعکس دیگری است. خداوند را به شکل یک کارمند عالی مقام که بر تخت نشسته در ذهنها نقاشی کرده اند که هرگاه کسی به درگاهش رفت یا با پارتی بازی امامان و امامزاده ها در برابر آفریدگار نیایش کرد، حتما خواسته این بنده را برآورده می کند. هرگز انسان ها فکر نکرده اند که بیشتر دعاهایشان در صورت مستجاب شدن به ضرر بنده های دیگر است. مغز انسان قدرت آن را ندارد که فکر کند اگر خداوند تصمیم بگیرد تمام دعاهای آفریدگان را عملی سازد، چه وضع درهم و برهم و خرابی برپا و چه تعداد از بنده ها تلف خواهند شد. این یکی را هم بشنوید، شاید لبخندی بزنید. دانش آموزی همواره دعا می کرد و می گفت خدایا پاریس را پایتخت آمریکا بکن. یکی از او پرسید چرا؟ دانش آموز در جواب گفت برای اینکه امروز در امتحان جغرافیا اینطور جواب دادم. تصور کنید، فقط تصور کنید، اگر این دعا را خداوند مستجاب کند بر سر واشنگتن و مردم آن چه خواهد آمد. با این حال دعا کنید. بهترین نیایش درخواست آرامش خاطر است که همه امور را در بر دارد. فراموش نکنید ماه رمضان 3 روز دیگر آغاز می شود، ماه دعا و عبادت است. ببخشید، مثل اینکه آفریدگار در ماهای دیگر به نیایش ما گوش نمی دهد و چون بقیه امور مسئله عدالت و برابری را حتی برای ماها هم مد نظر ندارد. پایان. ممنونم از این دوستمون و الان خودتون متوجه میشید که خوندن 2 صفحه در برنامه تلویزیون یه جورایی به اصطلاح کار درستی نیست، مخصوصا برای شما که تو رادیو تلویزیون بودی. اگه من خلاصه همین 2 صفحه رو توضیح میدادم خیلی جالبتر بود و معمولا میگن سخن که از دل برایت لاجرم بر دل نشیدن، ولی ما مجبوریم که این دوستان را هم به اصطلاح راضی نگه داریم و با ما باشن. امروز میخواستیم اگه بشه یه جوری اون برنامه‌ای که تلف شد به خاطر اشتباهی که آقای خدابندلو فکر کرد سه‌شنبه چهارشنبه است یا چهارشنبه سه‌شنبه است و من هم با آقای چمنارا گفتم امروز با آقای خدابندلو هستم و اینها، در هر صورت بعد دیگه به فکرم نرسید که خب حالا با آقای چمنارا تماس بگیرم بگم اگر ایشون آماده هست چهارشنبه رو ایشون تشریف بیارن. در هر صورت اینجا بهتون گفتم این یه نفره همه کارا رو کردن مشکل زیاد پیش میاد و یکی از این مشکلات همین هست، بهش میگن دبل بوک کردن، یا توی ساعت توی زمان 2 نفر رو می‌نویسین. میدونید که من با آقای تریتا پارسی قرار داشتم مصاحبه کنم و اصلا اون روز فراموش کردم، حتی تو تقویمی که اینجا نوشتم نگاه کردم دیدم یه چیزی نوشته، یک کم دور بود نتونستم بخونم. بعد بنده خدا نوشته بود که من منتظر بودم و یک کمی هم از من دلخور شد. در هر صورت این هم از این ماجرا. و اما 2:30 با یکی از دوستان هستیم از کالیفرنیا، ایشون خیلی اهل حال موتورسیکلت سواره و دیروز براش نوشتم این موتور شما عکسش رو که گذاشتی اینجا به اصطلاح فیل ما رو یاد هندوستان انداختی. من زمانی 3 موتورسیکلت داشتم و دوستان یکی از چیزایی که دکترا بهتون پیشنهاد میکنن هر وقت استرس زیاد دارید میگن برید یه تفریح، مخصوصا برید موتور سواری، شاید به 2 دلیل. یکی میگن وقتی میری موتور سواری از بس دیگران بد رانندگی میکنن انقدر شما حواست به خودت و جونت و طبیعت و اینها هست فکر هیچی دیگه نیستی. دوم این که میگن برو موتور سواری، اگه قرار باشه کشته بشی دیگه از این استرسا نجات پیدا کنی. در صورت ما بهمون به اصطلاح دستور داده شد که موتور سوار نشیم، ما هم اجرای امر کردیم و اینجا هستیم در خدمت شما در جلوی این دوربین. و ببینیم که بله، برای اون دوستمون نوشتم آقا 8400 بیش از 8440 نفر روی این صفحه. برای آقای منصور اوسانلو نوشتم شماها حاضر نیستید $10 پرداخت کنید این ویدیوتون اونجا گذاشته بشه پخش بشه.
فکر میکنید حالا که گفتن سوشال مدیا، شما شدی مثلا مایکل جکسون، شما شدی خانم کلینتون و هر چیزی میذاری همه میان. تازه همونام هم نمیان، همونام هم تبلیغ میکنن. شما الان برید ببین خانم کلینتون چه جوری الان تو هول و ولولا افتاده که داد بیداد این انتخابات کالیفرنیا داره میاد و این از سندرز عقبه. ناگفته نماند خود خانم کلینتون 4-8 سال پیش در انتخابات اولیه یا پرایمری کالیفرنیا برنده شد، ولی در انتخابات اصلی بازنده شد و خیلی‌ها میگن همین امکان برای آقای برنی سندرز هست. خیلی‌ها حتی پیشنهاد کردن که خانم هیلری کلینتون ایشون رو به عنوان معاونش، یا ما بعضیامون میگیم نخست وزیر که اشتباه است، به عنوان وایس پرزیدنتش انتخاب کنه و این هنوز انجام نشده و شدیداً هیلری کلینتون داره حمله میکنه به آقای دونالد ترامپ. دونالد ترامپ با این کاری که کرد الان یه عده افتادن دنبالش، ماجرای دانشگاهی که باز کرده، کلاهبرداریایی که کرده، پولایی که گرفته، دارن سوش میکنن و دنبال اون کار هستن. ولی اجازه بدید که من برم خدمت آقای تیمسار آریانپور و دوست عزیز و گرامیم آقای علی شیرازی. آقای علی شیرازی، من چون باور دارم که شما آدم روشن فکری هستی و اجازه میدی دوستانت ازت انتقاد کنن، تازه من از شما انتقاد نکردم، من سوال کردم آقا اینه که میفرستید میگید حتما باید ببینید، اینه که میفرستید میگید به دیگران بفرستید، چه کاری انجام میشه؟ آقا اشکال داره من یه چیزی رو نمیفهمم؟ شما میگی بیا بریم امروز مثلا جشن مموریاله، من میپرسم مموریال چیه؟ اول برام توضیح میدی اینجوریه، بعد میگم خب ما بیان چه اتفاق میفته؟ شما میگید که هر چی تعداد بیشتر باشه مردم میفهمن که آمریکایی‌ها اهمیت میدن به اینایی که جونشون از دست دادن فلان اینا. ببینید هر کاری انجام میدید دنبال یه نتیجه هستی. حالا من از شما سوال کردم اینها چه نتیجه ای داره؟ آقای آریانپور خیلی قشنگ به من منطقی پاسخ دادن، گفتن که ماها که در سن بالای هستیم هیچ کاری دیگه ازمون بر نمیاد، فکر میکنیم با پخش کردن اینها ممکنه این کار جرقه ای در یه نفر ایجاد کنه، اون بره یه کاری انجام بده. یعنی حقیقتا باور داریم هیچ اتفاقی نمیفته، ولی امیدواریم انشالله گربه باشه یه اتفاقی بیفته. این از ولی علی آقا پاسخی داده با سوال. نوشته که با سلام و تعارفات مربوط، روز چهارشنبه از این بنده که قطره ای از دریا هستم و تیمسار آریانپور ایراد گرفتید که این همه نوشتید چه اثری داشته؟ من بسیار تعجب کردم. پس شما این همه تلاش میکنید اثری در بر نداشته؟ نه قربانت برم، من که بارها گفتم اگه اثری داشت الان مردم بلد بودن تلفن بزنن، مردم بلد بودن تلویزیون‌ها رو حمایت کنن، مردم بلد بودن پیام بذارن، مردم با شجاعت اسم و فامیلشون رو میگفتن، شغلشون رو میگفتن، اثری نداشته. و من اتفاقا چون کارهایی که کردم فکر میکنم اثر مطلوب رو نداشته، از شما سوال میکنم که آیا شما این کارهایی که کردید اثر داشته؟ شما اگه گفتید بله از پله اول رفتیم دو، رفتیم سه، من میخوام اون کار رو انجام بدم. ولی شما چون میدونید و واقف هستید که هیچ کاری انجام نشده، ولی حاضر نیستید به خودتون حقیقت رو بگید و دوست دارید که خودتون رو گول بزنید، اینجوری ادامه میدید. اگر به خبر مربوط به گوریل توجه کرده باشید، تمام مسئولان باغوش های جهان را به تکاپو انداخته. سخنان و نوشته های تیمسار، دکتر میرانی، دکتر ودیعی، برنامه های آقای شهشهانی، باور کنید در ادارات امنیت و وزارت خارجه و جمهوری اسلامی، حتی در FBI مورد بررسی قرار می گیرند. آقا قربونت برم، یا آقای دیوونه ای بود دکتر سعید سکویی، این فکر میکرد وقتی که برنامه میذاره خامنه ای و رفسنجانی و همه نشستن، شاید هم اینجوری بوده، شاید هم اینو نگاه میکردن مسخرش کنن و همه فکر میکردن که داره اینو نگاه میکنه و بهشون حرف میزن، میگو آقای خامنه ای با تو هستم، رفسنجانی پدر سوخته اون سیبو بذار سر جاش. قربونت برم
این مزخرفات آقای شهشهانی و این همشهری ما آقای ودیعی، بنده خدا آقای ودیعی یه پیرمردیه، وزیر دوره شاه بوده، خودش بارها گفته چه سوء استفاده هایی شده، ولی اینها اون موقع شجاعت، شهامت، مردانگی، همت نداشتن وایسن بگن آقا چرا این زمین ها رو دارید اینجوری مفت میخرید، فردا اینجوری میفروشید؟ چی داری میگی؟ FBI نشسته این برنامه ها رو نگاه میکنه؟ بله این روزها ممکنه هر برنامه رو نگاه کنه، قبول دارم. خب که چی شد؟ چیزایی که اینا گفتن، اونها میرن میگن آه چه خوب شد این آقای شهشهانی که بلد نیست یه تلویزیون کوچولو رو اداره کنه، که هنوز توی آمریکا بعد از 20 سال یه خونه ای نداره که توش زندگی کنه. اگر این زنش حقوق نداشت این فردا هوملس بود. FBI میشینه به حرفای این گوش میده. و بیایم دکتر میلانی که استاد همه اینا، شما همین دکتر میلانی ماجرای همین خمینی رو ببین. حالا که BBC آمده گفته که ایشون با کارتر و فلان بوده و ایشون رو میگه بله بوده، آقا تو که رفتی تحقیق کردی، تو که کتاب نوشتی. نه عزیزم، بذار برات بگم چه اتفاقی افتاده. اتفاقی که افتاده، یه عده ایرانی مثل شما، مثل پدر من، مثل مادر من، اینها از وطنشون جدا شدن، بچه هاشون اینجا مشغولن، هیچ سرگرمی ندارن. اینجوری نیست بلندشه بره در خیابون کلاجی بقال باشه، نمیدونم آقا عطاری داشته باشه، سمد آقا نونوایی داشته باشه، بره نون که میگیره با سمد آقا صحبت کنه و اینها. هفته یه بار حالا یا خانمش یا بچه ها یا دولت یک کسی رو حقوق داده، میاد میرن فروشگاه یه ساعت چی میگیرن، یه سبد میریزن و میشینن تلویزیون نگاه میکنن. و هر کدوم از من و شماها فکر میکنین یکی از اینها این حرفی که زد عجب حرفی زد. یک کیشون شما من بگو، شما دوست نازنین میخوای بدت بیاد، میخوای از من قهر کن، میخوای به خودت هی بزن. امروز یادت گفت به خودم هی زدم امروز که از اینجا برو، ولی شناسنامه من رو موش خورده بود. به خودت هی بزن که بابا این سربی درست میگه. کدوم یک از این تومارها یه نفر رو نجات داد؟ آقای منصور اوسانلو با این تلاشایی که کرد شاید دلیلی شد که داداشش کشته بشه. چی داری میگی دوست نازنین؟ ادامه میده. در دنیای قرن 21 دنیای گسترش اطلاعات در سراسر دنیاست. ببین دوست عزیز، چیزی رو که من میدونم شما من نگو، چیزی رو که سوال کردم اگه میدونی جواب بده، اگه نمیدونی مثل آقای رضا پهلوی من تو کوچه پس کوچه هم وقتا هم گفتن کوچه علی چپ، بعد اونا هم گفتن نه بگید کوچه عمر چپ، گفتیم بابا اصلا کوچه ها همش چپ و موجه. قربونت برم، شما به من بگو یه تومار شما نوشتی، آقای زرابی پخش کرد، آقای مسعود سهیلی، آقای مسعود ناصری، آقای هکه نمیدونم فلان، و این باعث شد که فلان زندانی آزاد بشه، تمام ورداریم برای آقای صبری حسنپور 10 تا بنویسی. علکی وقت نگذرون علی شیرازی، شما آدم خیلی خوبی هستی و منطقی بودی، امیدوارم هنوزم باشی. خب در سراسر دنیا اطلاعات در سراسر دنیاست، حتی بین دولت‌ها رد و بدل می‌شود. حالا چرا این جالبه؟ حالا چرا در ظاهر اثری نمی‌بینیم مربوط به ماست که قوه تشخیص مسائل پشت پرده ما ضعیف است؟ یعنی سربی تو احمقی، ولی من که می‌بینم ما ضعیف است، و یا سیاستمداران جمهوری اسلامی صلاح نمی‌بینند. یعنی مثلا شما یه جوری مزدوری، اونا بهت اینجوری میگن. در این زمینه ها اقدامی به عمل آوردن. خواهش میکنم چنانچه صلاح میبینید این موضوع را به منظور اخذ نظرات بینندگان و شنوندگان مطرح فرمایید. ارادتمند علی. دوستان الان برای شما گفتم، لطف کنید ایمیل بزنید، پیام بذارید، روی فیسبوک بنویسید تا من روز دوشنبه برای علی آقا بخونم. علی آقا شما میتونی بگی من با تلویزیون ایرانی خودم رو دارم انترتین میکنم، سرگرم میکنم، مشغول میکنم، ولی نمیتونی بگی برنامه شهشهانی که 5 نفر اگه برن روش قطع میشه وزارت اطلاعات داره نگاه میکنه، بعد میگه تازه جمهوری اسلامی سلام میبینه هیچ کاری نکنه. یعنی انتظار داشتی چه کاری بکنه که نکردن؟ هر وقت دوست داشتی مهمون من باش بیام صحبت کن. ممنونم از منوچهر عزیز که زنگ زد و خبر داد که امروز نمیتونه مهمون ما باشه و هفته آینده چهارشنبه. ایشون میگه من دوشنبه ها و چهارشنبه ها کارم زیاد، ببخشید دوشنبه ها و جمعه ها کارشون زیاده، ولی چهارشنبه ها میتونن با ما باشن. ضمناً آقای
خدابند لو هم، یزدان خدابند لو هم هفته آینده چهارشنبه ساعت 3 بعد از ظهر 9 شب به وقت آلمان با ما هستن. سعی میکنم 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک واشنگتن با آقای منوچهر باشیم از ماساچوست، همیشه میخوام بگم مستشکافه، و ساعت 3 بعد از ظهر با آقای خدابند لو. ضمن اینکه امروز هم ساعت 3 بعد از ظهر با آقای سهراب چمنارا هستیم و آقای سهراب چمنارا امروز میخوان درباره زرتشتیان، کوروش و شاهنامه صحبت کنن، ربطش بدن به روز مموریال. ساعت 2:30 شده، اجازه بدین ما به عهدمون وفا کنیم و با این دوستمون که قرار گذاشتیم تماس بگیریم. 818 دنبالش رو دیگه نمیگم، اگر خودشون خواستن در برنامه اعلام خواهند کرد. ببینیم ایشون هستن. بله، دوستانی که در فیسبوک هستن گله کردن که صدا رو. سلام، سوربی هستم از تلویزیون مردم. سلام، حالتون چطوره؟ خوبه؟ ممنونم، شما خوبید؟ الان خوبم که صدای قشنگتون رو بشنوم. خواهش میکنم. آقای نادر امیرآبادی از کالیفرنیا. شما خوبی؟ مرسی آقا، من به دوستان گفتم که ایشون اهل حالم هست، موتور سوار یا دوچرخ سوار و اینها هم زنده باشی. من جوانی رو گذروندیم دیگه، ولی در کل با خاطرات خوشش برداشت. بهترین کار همینه. اتفاقا من بارها گفتم، یکی هم من پرسید چند سالت، گفتم 33 سال. مسخره نکن. گفتم مسخره چیه؟ خودت مسخره فکر میکنی؟ بعد از انقلاب تو عمر اگه حساب میکنی قشقش. بله، در صورت ممنون. چند سال امریکایی؟ من سی سال امریکا هستم و 32 سال از ایران خارجم. اولا من بهتون تبریک میگم. اون حسی که داره یک بعد از 31 سال، 32 سال، این حس رو قویا نگه داشتیم، خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. ولی خب افسوسم میخورم که خودم اون شرایط نداشتم، چون انقلاب که شد منو به صدا نذاشتن به صدا با خرج خودم زندگی کنم. من هتل‌های مختلف نگه داشتم، مثل هتل اوین، هتل قزل اسحار، هتل قصر و الی آخر. 12 سالی مهمونشون بودم. آخه 15 سالم ادامه پیدا کرد که ممنوع خروجی رو بردارم. بالاخره سال 99 بود من ممنوع خروجی، نه سال 2001 بود که ممنوع خروجی برداشته شد و راستش یه چیزایی هم آبادم رو امضا کردیم که دیگه مثلا شرعن بالا بکشن، بالا شرعیشون هم درست کردیم دیگه، آزاد شدم. الانم با اسپانسرینگ توسط دخترم که جد دنده پزشکی با شوهرش اومدم امریکا دیگه، و فعلا مقیم هم اینجا تا ببینم چی میشه. بسیار ممنونم. ولی خب میشه گفتش که از یه لحاظم شما اگر اون حلاوتی در سخنت هست و حرفی میزنی تمامش مال آسایش 30 ساله است که داشتی، ولی در تهران اگر خدای نخواسته بودی معذرت کنم دور از رمن پاسخ یه سوالم نداشت. شاید هم سکته کرده بودیم یا ایست قلبی و مغزی رفته بودیم. اصلا دور از جون الان نبودی. راحتت بگم، چون چرا آدمایی که خب شما حساس‌تری که آدم که 30 سال بتونه هنوز اون عرق رو بتونه حفظ کنه بدون که مثلا 29 سال پیش چقدر آتش داد بوده، که الان هنوز تو این 30 ساله نتونسته سرد بشه. من خیلی ها رو میشناسم توی هم امریکا شدیم که ازم دوست من هنکلاس من بوده، دیدمش، نگاه میکنم میبینم اسمش هم عوض کرده، فامیلیه یه خانم مکزیکی گرفته، مکزیکی آمریکایی. بله. فامیلیه اونم گرفته پشت سر خودش. بعد آگهی هم تو روزنامه میده دیوید نمیدم چیزی هم باشه. بعد اصلا دیگه اصلا ایرونی نیست، یعنی شاید هم از ذاتش اندیشش از اولش هم نبوده. ولی من موقعی که صحبت دارم شما گوش میکنم، من خوشبختانه با گوشی خودم خیلی فعالم، با لپتاپ هم فعالم، ولی اون لپتاپ که دیرو گذاشته بودم یه ذره مثل اشکال داشت، ولی با گوشی خودم کنار تختم گوشی بودم صحبتاتون رو مثلا نواری که فرستادی من خوب گوش میکردم و لذتم میبردم. ممنونم از شما. من و شما درباره این خبر جدیدی که گفتن خمینی به اصطلاح با آمریکایی‌ها
در رابطه بوده، این رو یکی از دوستان مشترک گذاشته بود و فرستاده بود و من آمدم زیر این یک کامنت یا نظر خودم رو نوشتم. نوشتم خب این نشون میده که خمینی سیاست مدار بوده، ای کاش اپوزیسیون یاد میگیره. شما یک کمی هم ناراحت شدید و... نه نه، من دلم نمیخواست اون واژه اپوزیسیون رو تغییر بدید. بیرون در واسه تقویت اپوزیسیون با خود افراد اپوزیسیون با هر دیدگاهی. بله من اینو نظرمه، من اصلا ادب نکردم، خواهش میکنم، هرگز فضولیت کارتو نکردم، ولی ولی من میگم شما در یه لباس دیگه ای هستی. ببینید یه موقع یه استاد دانشگاه یه رفتاری میکنه که دانشجو اصولش میکنن، یه موقع از یه استاد دانشگاه بگونه ای رفتار میکنه که ازش یه جردن ساخته میشه. گرفتیم من چی میگم؟ نه بله بله، من دیدم که اون واژه رو شما روی هرس نمیشی، روی عصبانیت، در صورتی که شما باید سلیم و بردبار باشی، اون رو در خود تقویت کنی. چشم، توهین به اپوزیسیون یعنی تفرق انداختن توشه، یعنی تایید نکردن مخالفین رژیمه، یعنی به صخره گرفتنه. من اینو خیلی دلم خواست زودتر اون کلمه رو اون قاف اولش برده. من نظرم بر اینه، انسان میتونه به اصطلاح تو تاریخ بابک هم باشه، میتونه آرش کمانگیر هم باشه، نمیدی؟ بله. حتما که نباید خلافت کنه و سلطنت کنه. اسم بابک خرمدین الان شاید از شاه عباس خیلی شیوا طبق قشنگ در دو دلها میشینه. بله. من ندیدم کسی به میدون شاه عباس و مجسم شاه عباس گل بزنه، ولی دیدم اون کوه میرن بالا، نمیدونم آذربایجان رفتید یا نه، او هزاران جمعیت میان اونجا با مخالفت رژیم میان، ولی بشیدین عکساشو دیدم. بله بله عکساشو دیدم و شما کاملا درست میگی. ببینید وقتی من میگم کمپوزیسیون، همونجوری که شما گفتید، یعنی یه مقداری ناراحتیم رو به این وسیله بروز میدم و باور دارم اپوزیسیونی وجود نداره. و ما این کلمه کمپوز از قدیم هم بوده، مثلا یه نفری قدرت میدونم. ببینید یه چی بهتون بگم، بفهم. میگه در اندرون من خسته دل ندانم چی، بله. من خاموشم، او بود در فقال در قوقاس. هزاری که شما خاموش باشی یه چی در داره میتوشه نشدی، بله. و منکرش هم نمیشه شد. ای بس ها زندگی خانوادگی که هم گاهی پیش میاد که خانم بچه ها یه مرتبه میگه آقا ولکن خودت انقدر عذاب نده، شاید هم پیش اومده، ولی شو در حد این که بخواد یه مقدار به اصطلاح شراب تلخی گفتگو تو خانواده باشه، دلت بخواد انگیزه خود رو حفظ کنی. چون چرا من میبینم نفس میزنی، حرف میزنی و پایه داری، ریشه داری، درست؟ حالا امروز درست دنیا از ایسما فاصله داره میگیره، ناسیونالیسم هم داره یواش یواش سردی، یه موقع بود که مثلا ناپلئون میومد به یونان لشکر میکشی یا مثلا از خودش یه پادشاهی دست نشونده میذاشت تو ایتالیا، ولی امروز همه اون کشورها شدن جامعه اروپا، شدن یه جامعه، درست شد. یه روز آمدن بزرگترین کشوری که زورش قدر قدرت بود همه اروپا رو میتونست خاپولی بکنه و اون بشون ینیچری شدی ترکیه رو داغونش کردن، شکافتنش. چون چرا اگر بخوای شما اگه میوه لذت کنی باید هستش بکشی بیرو، شد یه هلو رو باید بشکافیش تا بتونی به شهدش برسی. اونا اومدن همون هلوی گنده رو از مراکش تا نشد و عربستان همش ترکیه بود. دو تا پسر عمو رو برداشت، یکی گذاشن اردن یکی گذاشن عراق. یادت میاد که شما سنت نمیدم شده ملک فیصل جوان؟ بله شنیدم، راجع به اردن هاشمی و ملک فیصل که فیلمش هم بود. بله اون لورنس عربستان. ببینید اون واقعا لورنس درست کردن الاخر. یک کتابی خوندم شطورها باید بروند، یه موقع منو گرفتن محبوسم کردن سر یه داستانی که توی مجلسی اومدیم یه درجه کرده بود رو خودم اعلامیه ضد جنگ پخش کنیم بشیدی، بله. اعلامیه ضد بسیج پخش کنیم از این کارا خلاصش گرفته بودن. اون شب دیدم یه دوستی دید من نمیتونه آزاد کنه، اون شب باید بمونم تا صبح برم شبه بیسیج دادگاه انقلاب، این شب باید بمونم. یه کتاب آورد یواشکی داد من رو بخونم. معنی کتاب این بود که امشب باید طاقت گیری، شطورها باید برون، که نوشته ملکه راضی نیست، شطوره هم راضی نیست که بمبو به خودش ببند توی گرما را بره.
شب شطور را باید برایند و خوندم فهمیدم اون شب و زندان باشم. حالا بگذاریم، من به زودی البته تا آگست من کلاسام شروع میشه، چون من در دوران تحصیلم آلمانی خوندم اون اصلا سنتی تهران، ولی خب اینجا به انگلیسی نیاز دادم، چون چرا نواهای من فارسی بلد نیستن، چون پدرشون فارسی نیست و شدی و بیشک خب زبان پدریشون هم بلد نیستن، چون اونها داماد من یکی شیره جواب رو ما امارات رسنده اون استاف ها رئیس اون استافشون چیه پروازشون آکورد پرواز اینی که اونجا در یه سمت بالایی، ولی اونجا زندگی کردن 12 ساله، بچه های این همه نه بلژیکی بلدن نه فارسی انگلیسی بلدن، موقعی که میان اینجا هر سال 45 روز میان اینجا فان نیستم براشون، دلم میخواد که برای اونا فان باشم بفهمن مثلا چی میگن. بالاخره نوه آدم دیگه شیرین هم قشنگ اینه که اون یکی دختر من که در سال سوم یوسیه تو لندنه که دخترم خودش تدریس میکنه، ولی نوه من پزشکی میخونه سال سومه، اونم لهجه دیگه فارسیشو از دست داره میده، هر کاری میکنی مثلا از من میرسه بابا فارسی این چی میشه، من هم کنم باش صحبت کردن تا دیگه دارن حل میکنن دیگه میگیم حل میشه. اینه که این زبان احتیاج دارم، خیلی هم احتیاج دارم. امسال حدود اگست آخر 29 اگست کلاسام شروع میشه، یه 4 ماهی فشور رفت بشه باز ادامه دار، بعد یه 2 ماهی تحتیم شد، ولی میخوام به زمستون نخوره قبل از آگست بیام حتما باشید تا یکی احمد ببینم شدی. بله احمد باقالو رو خیلی دوستش دارم. بله احمد رضا باقالو بونم هم شهری منه. بله بله دالابی هستین شما؟ نه من شیرازی هستم، ولی خب دیگه وقتی ما رو فارس هستیم همه رو هم شهری ببینیم. بله من جوانیم و شیراز گذروندم، شاید باور نکنید چون این گوشی من الان یه موقع خدمت تو باشم گوشی رو میدم شما نگاه کنید تو قسمتی که صحبت میکنین به تصویری. بله. چه ایمو باشه چه اسکایپ باشه غیره، شاید 50 تا شیرازی نشیدی. بله. 50 تا یه خبری تو شیراز میشه آن باه تصویرش برای من میاد، مثلا فلان میوه فروش چرخش چپ کردن عکسش میاد طوری برای من میرسونن. بسیار عالی. خب آقای امیرآبادی اگه اینجا تشریف آوردید حتما خبر بدید، در خدمتتون باشم. شما کدوم شهر هستید؟ من ویرجینیا هستم. ما از اینجا 25 دقیقه تا وایت هاوس تا واشنگتن فاصله داریم، یعنی ویرجینیا یه ایالت خیلی خوشگل و سرسبز درست بغل واشنگتنه و حقیقتاً میدونید که واشنگتن چند تا خیابون بیشتر نیست و بارها هم صحبت شده که یا بدنش به مریلند یا بدنش به ویرجینیا. آقای بهارلو هم در مریلند زندگی میکنه، یعنی اتفاقاً دو بارم اومدن اینجا برنامه داشتیم و اینها و خوشحال میشم شما رو ببینیم. در رابطه با زبان حالا تا موقعی هم که کلاستون شروع نشده، چون من خودم دبیر بودم، اتفاقا منم هنرستان فنی درس خوندم، هنرستانی که آلمانی ها ساخته بودن تو ایران. من قوام سلطنه بودیم؟ من نه، من هنرستان محمد رضا شاه بودم. بعد هنرستان سنتیه کیش تو قوام سلطنه بود؟ نه من تو شیراز بودم عزیزم. بله بعد بعدم 2 سال تو آلمان بودم. اتفاقا کار خوبی که کردم این بود تو آلمان رفتم کلاس آلمانی یاد گرفتم، زبان آلمانی، و پیشنهاد میکنم بهترین کاری که شما انجام میدید خودتون رو موظف کنید روزی 2 ساعت 3 ساعت برنامه های تلویزیون های آمریکایی رو نگاه کنید که بهترین نوع خدمتتون بگم. بله. دختر من میگه که بابا تو دیگه هیچ کار زندگی نداری. میگم بابای من عزیز من، من چاره ندارم، اومدم من اینجا به زور، یعنی نه که اکراه کنم که حتما بدم، نه تشویقم کردم به زور پذیرایی بردن یه کمپانی به نام سینسیس. سینسیس کار بیمه های چیز انشورنس لایف انشورنس و یه حرفاش نشودی، کمپلت بیمه ها رو داره به اضافه سولار رو داره نشودی که مال نور خورشید. تو بخش سولارش که رسیدیم دیدم من اطلاعاتم خیلی بسیطه، مثلا سولار رو میشناسم، رو تکنولوژیش آشنام و یه کار اجرایی خیلی بزرگی رو در ایران کردم، یه کار اجرایی رو من در امارات کردم بشدی. خیلی خوشحال شدن بشدی. بعد
درگیرم انجام دادم، که از هلند گرفتم در امارات انجام دادم، در ایران انجام دادم و تو ایران نمیگیره، چون چرا اکسید نمیکنه، یعنی اون برمیگرده رنگش تار میشه. هر کاریش کنه، جایی باشه مثلا ویرجینیا عالیه، واشنگتن عالیه، یا مثلا همین سانتا مونیکا عالیه، چون نمیگم یه هوایی داره که غبار نداره که بیاد به خاطر رطوبتش هست. بله بله رطوبتش. اینی که دیگه از کار سنگین گذشته، ولی میرم که جلسه مثلا فرضا هیلتون اینجور دعوت دارم یه سه ساعت که در مورد چیز سلاله نشودی، که خب من نمیتونم اونجور بیان بکنم، اون رنجم میده، دلم میخواد موقعی که میخوام بیان کنم علمی بتونم به زبان خودشون بیان بکنم که یه ذره، ولی خب تا حدی که یه ذره خنده دار نباشه میگم نشدی میرسونم. و داشتن مصاحبه مثل شما که واسه من نهایت سعادته، نهایت سعادته، یعنی میشه گفت که خود امریکا اومدنش به جای خود، ولی داشتن دوستانی مثل شما میشه گفت سعادت. شما لطف دارید، شما لطف دارید، همین خواستن شما در رابطه با یادگیری زبان توانستن است و مطمئن. برنامه شما چند ساعته؟ من هر یه روز در میون دو ساعت برنامه دارم. این دو ساعت کامل از چی تشکیل شده؟ من از همه چیز و از همه جا صحبت میکنم و بارها گفتم این مثل یک مهمونیه که شما تو مهمونی که میرید، با وجودی که مثلا میگن تولد فلانیه، ولی اگه نگاه کنید وقتی دور هم جمع میشیم میبینید از همه چیز صحبت میکنیم، از قیمت دلار صحبت میکنیم تا جریانات اخیر. آمریکایی‌ها میگن current affair، یعنی چیزایی که الان توی روز جاری هست. ما در همه رابطه‌ای صحبت میکنیم، وقتی مهمانی داشته باشم سر اون موضوع مشخص با اون مهمانمون صحبت میکنیم. و همیشه هم گفتم همون جوری که من حق خودم میدونم که از دوستان انتقاد کنم، اونها هم حق دارن از من انتقاد کنن. و همین خدا نخواسته اسمشو انتقاد ندهیم، من بیشتر از اینم که بخوام شما یه موقع انتقاد کنم خواهش میکنم. من به صورت پیشنهاد گفتم، چون واقعا به اون سیمای شما بدنات شما نمیاد نشدی. بله بله. من میگم اون که مخالف رژیمه باید اهل دموکراسی باشه، یعنی اگر مجلسی در آیم تشکیل بشه چه ایراد داره اون که دیبینش مجاهدین خلقم داره دوتا نماینده داشته باشه. دقیقا. اون که میدونید متاسفانه چپ ها در ایران راست بودن چه چپ نمایی میکردن نشدیم. بله. مثلا فرخ نگهدار، اون هم بچه محل من بود و چاره حسن آباد، این نگهدار فرخ یا حتی عموش، اینا چپه نبودن که، اینا قرار بود نقش چپ بازی کنن. بله. مثل محمد قذافی یه روزی ما توی چیز اونجا اومده بود دوره میدید، دوره اسوس میدید توی امریکا، سروان بود، هنوز سرهنگم نشده بود، خالب سرهنگی بود، دوره میدید تیم شار موین زندم، اون موقع هم تراز درجه اون بود، اونم ناوبری هرکولس ها رو میدید اینجا. یه روز از این روزا تیم شار موین زند، خدا رحمتش کنه، نور رو قبرش بباره، تیم شار موین زند میبینه که بلنگو صدا میکنه محمد قذافی، محمد قذافی میچی، یه دیدن کوله بارش رو همراه خودش برداشته خدافزی رو رفت. 48 ساعت بعدش کودتا در لیبی شد، سلطان ادریس رو کنار کردن، محمد قذافی اومد سر کار. موقعی که اومد سر کار از امریکا اومده، ولی بنا شد که کار خلقی بکنه، شد یک کشور کمونیست مانند طرفدار روسا در امریکا، در چیز در لیبی. این بنا شد که یه پنجره باز کنه، اون دیوار آهنی به اصطلاح کار روسا رو کنه، مثل ایروانی که در ایران کارخونه کفش را انداخته بود، کفش میفرستد چکسلواکی که بتونه این پرده نفوذ کنه، اطلاعات اونجا رو داشته باشه. فروشنده ها اکثر هم که میرن ایرانی بودن، میرن سرپرستی فروشگاه های تو روسیه و نمیم چکسلواکی و لهستان این حرفا رو بکنن، همه عاملی بودن که اطلاعات از درونشون رو میبیدن بیرون. گرفتیم چپ های ایرانی راست های چپ نما بودن. بله. چه این که یکی از اینا ممکنه یه سفرخانی بوده 30 سال عفش کشیده به سیبیل کلوفتش، من توده ایم درشه، اونا توده ای، توده مردم، جمع مردم رو اسمش بودن توده، بعدم اونا این حزبه، مثلا الان با واژه اپوزیسیون بذارن مخالف توده مردم، مثلا مخالف بودن که توده ای
اغلبم آدم های خود تو رکتا و بیشتباه دودن که همان که پیانوری دیدیم بعد انقلاب چیکار کرد نشدیم نشدیم. حالا برسیم به این که من میگم با حتی ما اگر در مجلسی در آینده باشه آدم کمونیست مزاجی هم رأی بیاره و اندازه که یه نفر بره تو مجلس، اون یه نفر نمیتونه اکثریت تو فارغ بشه که تو مجلس، ولی ما دموکراسی رو رعایت کردیم نشدی ممنون نکردیم. بسیار ممنون. اون حالت ادامه جریانات سابق و غیره دیگه نیاز نداریم. امیدوارم گرفتیم. آقای امیرآبادی از شما بسیار ممنونم، امیدوارم در آینده هم بتونیم شما رو باز به عنوان مهمان برنامه داشته باشیم و من موافقم. من یه پیشنهاد دارم براتون. بفرمایید. یه پیشنهاد دارم، افرادی هستن که به صورت مسجل باشید. بله. به صورت ببخشید تو تایمر یوروشاش. به صورت مسجل، به صورت واقعی، به صورت مستند، به صورت حضور دیده اینا بودن که در این انقلاب یا به زندان افتادن و اموالشون مصادره شد، خانوادهشون رو تعدی قرار گرفتن یا جانباخته‌ای دارن، اعدام شده‌ای دارن، اینها میتونن یه لشکری برای برنامه باشن. مثلا ما اگر بیاییم اعدام رو نفی بکنیم بشیدیم تمام کسانی که بر اساس اعدام ولو قاتل بوده اعدام شده، چون ما اعدام رو میخواد نباشه، اونا میگن جانب داره ما درست شد. حتی اون قاچاقچی هروئین درست شد میان جانب دار میشن. ما الان نیروی بسیط باید داشته باشیم و نیروی نبسیط، یعنی نیروهایی که تو این جمع آسیب دیدن. حالا بیاییم مهمان برنامه کیا باشن؟ مثلا کسی که دستشو قطع کردن، کسی که دستاشو پایشو با هم قطع کردن هستن. من تو دانمارک یک کیلو میشتم از ایران دستشو قطع کردن، خوش قطع کردن. یک کیلو بعدم مشروب با شلاق میزنن که اون الان معلول رو صندلی میشینه و خیلی هم قشنگ میتونه شهر بده که چیکارش کردن. میشونیم. حالا اگر بشه که ما هم دردهای اونها رو توسط خود اونها در برنامه به عنوان که آقای بیا در دل تو بکن، کسی نیست نبوده هفته گوش کنه، بیا هفته گوش کنن، یه مرتبه نگاه میکنی یک نفر میتونه، هر یه نفر که میاد توی برنامه میتونه 10,000 نفر مثل خودش دردمند و به جانب برنامه سوق بده. برنامه هرچی بیننده و شنونده بیشتر داشته باشه به تب عالی کرده. حالا ما نمیخوایم آگهی فروشی بکنیم بگیم مثلا تیشه آگهی بزنیم پول بگیریم. اون یه دوست من داشته ازش بیخبرم بشدی. نمیدونم شما یادت میاد یا نه، عبدالستار دلدار. بله آقای ستار دلدار، تلویزیون آپادانا. آره آره. این مدرسه صحاب قبل داری که من برم هنرستان سندی با من هم کلاس بود بشدی. بله بله. و این کوچه همت آباد میشه، من کوچه لومارسان سینا میشستم. بعد این با مادر زندگی میکرد، پدرم نداشته کسک، من اینا خوزستانی بوده مادرش. بله بله. بشدی. من دیگه موقعی که رفت علوم ارتباطات به خونه حرفا جدا شد مسیرمون، من رفتم چیز با شب روز اون با هم بودم موقعی که راسته هفته مشروع که بودیم. آقای امیر آبادی من شماره تلفن ایشون رو به شما میدم، نه حالا بعدا با خودتون تماس میگیرم. ایشون در سان فرانسیسکو زندگی میکنه و تا چند مدت پیش هم تلویزیون آپادانا رو با کمک همسرشون داشتن، فکر کنم چون خانمش تو کار بیمه بوده و تلویزیون های ایرانی هم درآمدی واقعا نداره، فکر کنم ایشون هم رفته کار بیمه رو انجام میده، چون دخترش هم یا وکیله یا کار بیمه انجام میده. من شماره ایشون رو به شما بله بله نه ایشون هم اصلا میاد لس آنجلس رو میره. در صورت از اینکه امروز مهمان من بودید ممنون و متشکرم، به ما افتخار دادید، امیدوارم بیشتر با شما باشیم. بزرگترین عنایت رو من داشتیم که تماس گرفتیم، خواهش من صدا تو من رو معلوم کرد و واقعا لذت بودم. امیدوارم که بتونم شایسته ارتباط بعدیم باشیم. من ممنونم از شما که دعوتمون رو پذیرفتید و به امید دیدارتون، حالا یا از طریق اسکایپ و تلفن یا از طریق حضوری که با آقای بهالو هم بگم که شما هم میاین و به اصطلاح با هم ملاقات داشته باشیم. مرسی. احمد بیوگرافیش رو چه کاری ندارم، ولی موقعی که برنامه اجرا میکنه دیدی؟ بله بله.
کرسی که میخوره ایشون من حدود 30 سال 30 سال بیشتر میشناسم، از همون روزی که اومدم تو تلویزیون ایشون هم لطف داشته به من و با هم دوست هستیم. مرسی آقا، روز روزگارتون خوش. خیلی خوشحالم. به همچنین موفق باشید در کاراتون، مخصوصا در اون کلاس انگلیسی. زنده باشید. سلامت باشید. انشالله خدا سایه سلامتی رو سر بچهاتون داشته باشین. همیشه شاد باشید. شما هم همینطور. به امید دیدار. خوشحال شدم. خدا نگهدار. بله. مرسی. دوستان عزیز، با آقای نادر امیرآبادی بودیم از کالیفرنیا. ایشون رو من از طریق فیسبوک باشون آشنا شدم و گفتم بعضی از این معیارهایی که ما داریم، قالبایی که داریم، یه قالبی هست در رابطه با تلویزیون‌های دولتیه. ما تجربه تلویزیون‌های خصوصی رو نداریم. خود من وقتی از ایران تو زمان آخوندا 5 سالم اونجا بودم دیگه، بعد اومدم آلمان، یه دفعه مثل اینکه یه شوک به هم وارد شد. از آلمان که اومدم آمریکا تلویزیون‌های آمریکایی رو دیدم، اصلا گفتم ای بابا اینا دیگه چیان. الان دیگه یاد گرفتم، عادت کردم به این تلویزیون ها و متوجه شدم که ما، یا حداقل من، نمیخوام توی اون قالب تلویزیون های ایرانی دولتی باشم. بعضی از اینها با وجودی که الان تلویزیون ها اینجا دولتی نیست، ولی اینها تو اون قالب خودشون رو نگه داشتن و اینی که همیشه فکر کنن خودشون از همه مهمترن. بعضیا به من میگن ای آقا تو مجلس هم همینجوری حرف میزنی که تو تلویزیون حرف میزنی. میگم خب پس با دو جور حرف بزنم. میگه آره بابا اونای دیگه تو تلویزیون یه جوری هم، ولی وقتی میاد تو مهمونی ها یه جوری دیگه هستن. گفتم این مشکل اوناست، مشکل من نیست. من راحتم که همینجوری که زندگی میکنم همینجورم با شما باشم. از این بابتم با این دوستمون وقتی که ایشون نوشته بود که این کلمه کمپوزیسیون رو به اصطلاح نباید مینوشتید، من بهشون گفتم که اتفاقا من فکر میکنم به دلیل نوشتن همین شما باعث شد عکس العمل نشون بدید. اگر منم مثل همه فقط میمدم فوش میدادم که بعد این آخونده همشون انگلیسی هن و همشون آمریکایی هن، شما بی تفاوت میگذشتی. ولی وقتی من اینو نوشتم که ای اپوزیسیون، ای کمپوزیسیون، شما حتی اولین قدم سیاست رو هم بلد نیستید. اگر بلد بودید وقتی که خمینی از همه طرف زیر فشار بود چگونه به همه طرف پیام فرستاد و به همشون قول داد، وعده داد، وعید داد، به روسیه این قول داد، به آمریکا اون قول داد، به اون قول داد. حالا خودمونیم تا امروز 1 متر مربع از ایران از دست نداده. باز خانم نایر لطف کرده برای من نوشته که برادر عزیزم، به اصطلاح من که نگفتم بحرین مال ما نبوده، خدایش من متوجه نمیشم. شما یه روز میگید بحرین مال ما نبوده طبق تاریخ اینجوری، بعد یه روز میگید که من که نگفتم. میگم بابا وقتی حاکمش ایرانی بوده ایشون اینجوری نوشته. روز شما بخیر جناب سربی، من نگفتم که بحرین مال ایران نبوده، نوشتم از سال ریخته به هم از سال 1939 دولت عمان که پایتخت آن مسقط یک قرنی با انگلستان مناسبات منظم داشته و این مناسبات در قالب پیمانی ریخته شد که به سال این به امضا رسید، هم 1939 که قسمت سواحل خلیج فارس از زاویه جنوبی. خلاصه ایشون هم یه جوری داره حرف ما رو میزنه، ولی آخرش میگه خب حالا شما من بگو چرا نصف دریای خزر، نصف دریای خزر آمدن کشورها ریخته به هم، جغرافیای اون منطقه عوض شده، اتحاد جماهیر شوروی وجود نداره، الان شده روسیه و کشورهای کوچیک، هر کدوم از اون کشورها میگن ما حقی میخوان، ما کنار این دریا هستیم. تصمیم گرفت. تازه شما میخوای انتقاد کنی، این انتقاد انجام بده. به من نمیخوام بگم کلک نزنید، من رو از این سوالی که کردیم که آقا چرا فلان رودخونه در دوره رضا شاه واگذار شد که این منطقه سیستان و بلوچستان به این خشکسالی بیفته، چرا بحرین در زمان شاه، اونم موقعی که اصلا جنگی نبوده. خب اگه اینا جنگ بود، 8 سال جنگ بود، لابد همه ایرانی میدادن و میرفتن. من سوالم اینه، و شما منو میبری شمال؟ من دارم راجع به بحرین،
جنوب ایران صحبت میکنم. شما منو میبری شمال، مثل اینکه من بگم دو تا سیب داریم و نمیدونم 4 تا سیب هم اون ور چقدر میشه، شما میگی سیب و ولش کن بیا بریم اون ور فعلا خرمالو، درخت خرمالو. اذیت نکن. نه یه خانم، درسته که شما مدیر بودی یا دبیر بودی اینها، ولی بالاخره ما هم یه سوالی که میکنیم، شما هم مثل علی آقای شیرازی کلک نزن، بگو که اینها همه برنامه‌هاشون، آقا چه برنامه، آقا اسفندیار منفردزاده بنده خدا یه آهنگی ساخته تصادفاً اون دولان شده انقلابی، یه آهنگ دیگه ساخت انقلابی بود، بعدن میگه نه آقا ما اینو نساختیم. چی اف بی آی میاد چی گوش میده؟ علی جان بیا مهمون من باش ببینم چی گوش داده اف بی آی، چه کار کرده اف بی آی. زور تو زور میشینه آقای برنامه، ساعت 3 بعد از ظهر شد بریم سراغ آقای چمنارا، FBI CIA حتما این برنامه آقای چمنارا رو نگاه کن، چون چمنارا میخواد راجع به کوروش صحبت کنه و میگه که اصلا شما قانون اساسیتون و سیستم به اصطلاح دموکراسیتون و اینها همه رو کپی از جمهوری اسلامی، کپی از پادشاهی کوروش. آقای سهراب چمنارا دوستان خیلی خوشحالم که ایشون هستند و از ایشون هم عذر میخوام. چهارشنبه منده خدا یک کمی اگه میشه دوربینتون رو ببرید پایین تر یا خودتون بالاتر یه جوری که خودم بالاتر. بله 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 خیلی هم خوب گوشه خدمتتون. بله آقای سهراب چمنارا یه حسنی که داره، من تو برنامه قبلی هم گفتم، با وجودی که من اصلا از سر مخالفت و دعوا با ایشون آشنا شدم باهاشون، اصلا خبر نداشتم که چمنارای دیگه هم هست، با دو سه تاشون آشنا بودم، ولی این دیگه افتخار بزرگتری شد و ایشون تحمل کرد منو، آمد با من صحبت کرد و حالا شدیم دوتا دوست. گذشته از این ماجرای اختلافاتی که داریم دوست هستیم و من به دوستی ایشون افتخار میکنم. آقای چمنارا خوش آمدید، این شما و این هم دوستان بیننده و شنونده. هر وقت که خواستید اون نامه رو من نشون میدم میخونم، نامه بود که آقای ضیاء صدر اشرافی نوشته بودن و بحث ما اینجا شروع شد که من نوشته بودم دوشنبه برنامه ندارم، چهارشنبه برنامه دارم، روز بزرگداشت یا مموریال دی هست. شما سوالی رو مطرح کردید که اگر در این روز یه نفر به واشنگتن توهین کنه، به اینایی که سکریفایس کردن توهین کنه، آمریکایی به این چی میگه؟ گفتم من آمریکایی رو نمیدونم، آمریکایی بی سواد باشه فوشش میده، شیشه آبجو بهش میزنه، با ماشین میره روش، با سواد باشه میگه خب این نظرشه. از منم اگه میپرسین، چون من دارم ادای دموکراسی رو در میارم و میخوام یاد بگیرم، منم میگم خب این نظرشه، بذارید بگه آقای چمنارا هم بگه، سربی هم بگه، مردم به اصطلاح قضاوت کنن. این شما و این هم مردم، بفرمایید. درود بر شما و خیلی متشکرم از این فرصتی که به من دادید که خدمتتون باشم. عرض کنم داستان از اینجا شروع شد. خانم دکتر جیلانی یک در فیسبوک شما یک مطلبی رو نوشته بودن و سوال کرده بودن که چرا ما ایرانیان اینقدر تو سر هم میزنیم، و بنده در عنوان کامنت یک شرح مفصلی نوشتم، کامنتی که دو خط نبود بلکه حدود 10-15 خط بود، که آقا علتش هم اینه که ما یک مملکت هستیم که اگر میخواید تجسمش بکنید از این قراره که حدود 80 میلیون نفر زندانی هستن و یه 5 میلیون هم بیرون زندان. این 80 میلیونی که در زندان هستن یک سری زندانبان دارن که اینها رو استعمار میکنن، تو سرشون میزنن. خب اینا هم دیگه تو زندان هستن، یک دیوار بتونی بینشون هست و اون دنیای آزادی دیگه میتونن بیان بیرون و نمیدونن بیارن بیرون. یه 5 میلیون هم بیرون هستن، اینها هم هی دارن میگن که آقا شما زندانی ها چرا انقدر بی عرضه هستین، نمیدونم کاری نمی کنید، اینا ما اینجا هستیم چه کار میتونیم بکنیم، شما رفتید بیرون. اینا هم آمده بین خودشون یک اپوزیسیون به اصطلاح درست کردن و من بارها گفتم که اپوزیسیونی اصلا وجود نداره، چون اپوزیسیونی باید پول داشته باشه، شما بدون اپوزیسیون بدون پول که نمیتونی کاری بکنی. اینه شما در اینجا هم به خوبی میبینید.
یارو که پول نداشته باشه اصلا نمیتونه وارد مبارزات انتخاباتی بشه در این دنیای دموکراتیک. در اینجا فقط ما شاهزاده رضا رو داریم و فقیه رجب که این دو نفر هم دارن فعالیت خودشون میکنن، حالا دیگه اونم نمیخوام که اونم که توی خارج هستن باید بیان اینه قبول کنن که وقتی که در زندان یک جنبشی پدید خواهد آمد که طبق قوانین پولیتیکال ساینس این اتفاق خواهد افتاد، حالا به اعتقاد من توی کتابی که نوشتم در سال 2020 این اتفاق خواهد افتاد، باید اینه بدانن که اون 80 میلیونی که در ایران هست باور کنید 90% چون اصلا این 5 میلیون نه اینکه راندن ایران، اصلا قبولشون ندارن به عنوانی که یک سمتی در حکومت آینده ایران بهشون بدن. یک حالت بخاری وقت این 5 میلیونی که خارج هستن همشون آمدن یه 30-40 نفر دور هم جمع شدن، شورا درست کردن، جبهه درست کردن، کنگره درست کردن، با هم کنفرانس میذارن، نمیدونم همه فکر میکنن که آقا همونطوری که شما تو برنامه‌تون گفتید که دولت جمهوری اسلامی الان منتظره که اون مثلا 50 نفر بیان، نه آقا اینا نشستن با هم حرف میزنن. خدا پدر دانکی شده بیاموزه، اینه بارا من گفتم لاغل شمشیر چوبی دستش میگیره بینه هیچی نداره. تنها کاری که ما در خارج از مملکت ایران میتوانیم انجام بدیم، ما به اصطلاح خارج نشینان، اینه که با هم بگیم بعد از اینکه اون جنبش در ایران در سال 2020 اتفاق خواهد افتاد ایران چه قانون اساسی باید داشته باشه. اینه من 10 سال 12 سال دارم، هر کس هر جایی هم که رفتم تو هر کنگره بودم، هر جای پیک بودم، تا آمدم گفتم هر وقت قانون اساسی بودم آقا برو به کارت، ما اول باید این رژیم سرنگون بکنیم. آقا پدر آمورتی ها چطور میخوایی این رژیم سرنگون بکنیم؟ باید شعار مملکت در داخل ایران بشه قانون اساسی. تغییر رژیم فایده نداره، چون وقتی شما هر وقت تغییر رژیم میزنید یعنی که آقا باید سپاه منحل بشه، بسیج منحل بشه، وزارت دادگستری منحل، نه خیر، قانون اساسی شما منحل عوض کنید. همه اینها قانون اساسی مثل یه ظرفه، اون مملکت اون ملت به صورت اون ظرف فرم میگیره. شما قانون اساسی عوض کنید، وقتی که دین از حکومت جدا باشه همه مسائل تقریبا 90% مسائل حل میشه. بنابراین در طول تمام این مدت تنها کسی که یک دفعه منو به هیجان آورد آقای دکتر نصر احمدی بود که در مورد قانون اساسی صحبت کرد که ایران اصلا به اصطلاح ناپیدام شد دیگه، با ما بحثی هم با هم نداریم، با هم دوست هستیم دیگه، دنبال نکردیم این موضوع. حالا در این بلبشو برای در این بلبشو که ما سعی میکنیم ملت را آماده بکنیم برای پذیرش یک قانون اساسی سکولار به امید پروردگار روزی در ایران حکم فرما بشه، برای اینکه این مملکت ما دوباره به اون حالت برداریم باید اجتماع یک حالت هویتش بهش برگردانیم. یعنی کاری که این رژیم در 37 سال گذشته کرد، یعنی چه کار کرده؟ تاریخ از بین برده، مردم به جان هم انداخته، هویت از بین برده. هویت ایرانی سه عامل داره، یکی آموزه های زرتشتی. این الان میگم فورا فکر نکنید که من زرتشتی هستم، نه، من یک مسلمان متأسف که نه، ولی قلبن مسلمان هستم و چندین قرآن هم نوشتم، یعنی منتشر کردم. آموزه های زرتشتی یعنی همین پندار و گفتار و رفتار نیک. دوم تاریخ هویت ما که بنیانگذارش در طول تاریخ که میشه گفت که نویسنده قانون اساسی اون تفکر ایرانی بوده، کوروش کبیر بوده. و سوم کسی که زبان و هویت بعد از
اعرابی که همه چیز از بین بردن به ایران آوردن، فردوسی، شاهنامه فردوسی بود. یعنی این سه چیز برای من عامل اصلی هستن برای اینکه بتوانیم روزی قانون اساسی در این مملکت ایران ما شعار ملت بکنیم. یعنی اینکه زنده باد و مرده باد، مرگ بر اینو ما میخواییم همه آخوندار دار بزنیم. ناجو کار به جایی نمیبره. اتفاقا یه چیز به شما بگم، اصلا آخوندها عاشق همچی چیزی هستن که شما بیایید بگی آقا ما اگر به قدرت برسیم میخواییم شما رو همه تونه دار بزنیم. و الان توی مملکت ایران لاقل حد اقل اقل درست خود دولت جمهوری اسلامی که 90% مردم به اصطلاح هیچ علاقهی به دین ندارن، ولی همین رژیم حداقل اقل اقل 30% طرفدار داره. آقا یعنی شما میخوای چیکار کنیم؟ میخوای 20 میلیون نفر رو به اعدام کنیم؟ رژیم عوض کردن فایده نداره، قانون اساسی عوض کردن. حالا اینه داشته باشید، در این بلبشو که ما میخوایم هویت ایران رو دوباره مردم به هویتشون آشنا بکنیم و اینها بیان هویت از دست رفتهشون دوباره زنده بکنیم، ما میبینیم یه ده پانتورانی که البته این پانتورانی فرق میکنه با پانتورک، یعنی چون توران و ترک، آذربایجان ترکن، اینایی که در ترکیه هستن ترکن، تورانی هستن، یعنی اینها اصلا وجود خارجی نداشتن تا قرن ششم میلادی، یعنی در تاریخ اصلا چیزی به نام ترک وجود نداشته. این بحثی است که نکته یکی است که با پانتورک و پانتورانی های رفیق ما میخوایم صحبت کنیم. یعنی اولین علائم تاریخی اینها در زمانی بود که چینی ها واقعا امپراتوریشان ناراحت بودن از این راهزنی هایی که این تورانی ها میکردن، دیوار چین درست کردن، بعد از اون اسم تورانی ها و ترک ها آمد. در افسانه های ما هم که بله همینه که آقا فریدون دنیا رو تقسیم کرد به سه قسمت، اون غرب و مغولستان و اینجا رو داد به تور یعنی شغال که حالا اینا گرگ کردن سمبول جان، که انقدر نفهمن که نمیدانن باید شغال سمبول جان باشه نه گرگ. اروپا هم داد به سلم و ایران هم داد به ایرج. و این دعوا در طول تاریخ افسانه‌ای بین تورانیان و ایرانیان و اروپایی‌ها که روم با بهش میگیم وجود داشته. این حالا اینه داشته باشید، اسمی از ترک اصلا وجود نداشته در تاریخ تا اینکه اعراب، یادم رفت اینه بهتان میگم، یکی از نصایح اسکندر به یکی از نسای ارسطو به اسکندر این بوده که آقا وقتی که تو ایران فتح میکنی، وقتی که ایران فتح میکنی این از بینش نبر، چون اینها ایرانی ها مردمان متمدنی هستند و اینها رو تو باید تمام بزرگانشون بیاری توی حکومت که اینها بتوانند روم در مقابل هجوم اون بربرهای ترک محافظت بکنن. و همین کاری هم بود که اسکندر کرد بعد از اینکه اینا سلوکی‌ها را درست کرد و سلوکی‌ها بعداً ایرانی شدن. یعنی ما از این افتخاراتمون یک سلسله سلوکی 200 ساله است که بعد توسط اشکانیان سرنگون شدن، بعد از 500 سال ساسانیان آمدن. حالا منتهی چطوری ترک‌ها به این طرف راهشان باز شد؟ بعد از اسلام بود. یعنی کاری که اسکندر نکرد عربا کردن، یعنی عربای بیابانگرد آمدن ایران فتح کردن، بعد رفتن به طرف شرق، من جمله همین تاجیکستان و قزاقستان و اینها که اینا ترک ها اونجا مغولستان همه رو فتح کردن و بعد اسرای اینا رو آوردن، بچه هاشان هم آوردن برای بچه کارهای جنسی خودشان و زناشان هم آوردن. و به این ترتیب راه اینها از 1400 سال پیش باز شد، گذشت و گذشت تا این که ما میرسیم به حمله چنگیز مغول، یعنی حدود 800 سال پیش. 800 سال پیش چنگیز مغول، خب که داستانش حالا چنگیز هم که حالا یکی از قهرمانای این پانتورانی ها شده چنگیز خان مغول،
حالا میرسیم به اونجا که همین پانتورانی ها میرن در تلویزیون های لس آنجلس تعریف میکنن که بله چنگیز خان چه آدم بزرگواری بود و نمیدونم تقصیر ایرانی ها بوده که راه باز میکنه. میدونیم که میاد خلیفه ره یکی از فقط تنها نعمتی حالا منای کشتن میلیون ها انسان بیگناه و سربریدن هایی که توسط ترکان مغول انجام شد که 100 درجه بعدتر از مسلمان های تازه مسلمان های عرب بود، یکی از خواستش این بود که آمد این خلیفه ره که ما حتی ما ایرانی ها فکر میکردیم که فرستاده خداست کردش تو گونی هرچه کنه نه آقا اینه نکش، اگه بکشید آسمان باز میشه، نمیدونم همینطور میگوده این فرستاده خدا از طرف خدا رو مثل همین آقای که مصباح یزدی که میگه که آقای خامنه ای از طرف خدا نیابت داره و امام از یه حرف مثل همین موقع بود. اون موقع دیگه خیلی فنتیک بودن روی مسائل که آقا این مغول گرفت اینه انقدر کتکش زد توی همون گونی که پیچیده بودن تا اینکه مرگو ببرما هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد از همون 800 سال پیش تا 500 سال پیش تا 200 سال پیش همین مغول هایی که از اونجا آمدن به نام ترک آمدن تمام اعراب کردن مستعمره خودشون شدن خلیفه و نمیدونن بعد رفتن حکومت عثمانی درست کردن. تا این اواخر این پان ترک ها میگفتن آقا تمام دنیا انیشتن هم ترک بوده، نمیدونم حضرت آدم هم ترک بوده که ما به صورت جوک میگفتیم آقا خب حالا آدم شده ولی اون موقع ترک بوده. حالا بگذاریم، آذربایجان یعنی قلب ایران، یعنی سر ایران، یعنی همه چیز ایران. حالا به علت مجاورت با این ترک های قز یا ترکای شیبانی یا ترکای مغول که داریم میگیم، این زبان فارسی قاطی پاتی شده که زبانشان شده زبان اسمش گذاشتن ترکی. بنابراین با فقط برای این عرض کردم خدمت، اگر که من این حرف میزنم دوستان ترک ما باید بفهمن که پان ترک یعنی آذری نه ترکیه. اتفاقا تا حدودا تا 7-8 سال پیش اینا همین ادعا رو داشتن که آقا همه قبایل دنیا، حتی آمده میگه که آقا هانگری همین دوست خود ما هانگری ترکه. بابا اینها بربرهای اروپا بودن که رومیا از دست اینا دیگه خسته شده بودن، انقدر اینا میاد در روم غارت میکردن بردن این راه برداشتن بردن یک منطقه به نام هانگری، قسمتی که الان مجارستان هست هانگری، گفتن آقا شما اینجا بشینیم ما بهتون خانه میسازیم بهتون همه کمک ها رو میکنیم شما دیگه خواهش میکنیم دست از سر این روم برداری، اسمش شده هانگری. حالا آقا آمده داره به من میگه که آقا هانگری هم ترک بوده، خزر هم ترک بوده، نمیدونم حضرت آدم هم ترک، همه ترک بوده. تا همین چند وقت پیش آمدن یک تست دی ان ای در ترکیه کردن که ببینن اینها نژادشون چی. آقا نتیجه دی ان ای تست ترکیه از این قراره که اینها فقط 15% ترک های مغول هستن که اینا ادعا میکنن که ما تمام دنیا بودیم، 40% ایرانیه یعنی ژن ایرانی داره، حدود 35% ارمنیه و واقعا هم همین بود. یعنی ارمنستان اگه شما نگاه بکنید قبل دولت عثمانی اینا همش ارمنی، اینا رو کشتن، همه رو نسل کشی ارمنی ها رفت، اینا قبول ندارن. آقا رفته تو تلویزیون رفیق ما داره میگه که آقا اصلا این نزکشی دروغه، اگر راست میگن دولت ارمنستان بیاد مدارکش رو بکنه. ببینید علت اینی که من خواستم که بیام به خاطری که اصلا شما اگر فرض دارید آقای ضیاء صدرالاشرافی در گوگل سرچ کنید به فارسی بنویسید میبینید تمام داستان اینا، ایشان 72 سال سن داره، 3 سال از بنده بزرگتره، بنابراین احترام سنیشه قبول دارم و همیشه بهشان احترام گذاشتم، حتی یه موقع ایشان ابرمرد خواندم و گفتم آقا شما آقای نوری علا بیاید با هم در مورد یه قانون اساسی توافق بکنید که اینم باعث
خنده آقای دکتر نوری علاج و آقای چطوری از ما میتونیم باشینیم با آقای صدرالاشرافی صحبت کنیم. بنابراین همیشه ایشان همونطوری که از اسمش معلومه از خانواده اشرافی بودن. منتها بنده نمیدانم زرتشتی ها چه هیزم تری به ایشان فروختن که ایشان داره میاد یک موضوع کاملا مستند سندداری که حالا بعدا خدمت در عرض میکنه منکر بشه بگه آقا اصلا زرتشتی وجود نداشت، یه اسطوره است و این زرتشت اصلا زمان سعدی درست شده. این حرفی که دارم میزنم تمام سخنرانیشون تو یوتیوب شما سرچ کنید یا این که همین که سیاست رو لشا بینگاه و همش هست، 50 تا برنامه ایشان در مورد دین زرتشت و کوروش و بهائیت و یهودیت و مسیحیت و اخیراً هم اسلام در تلویزیون مردم داشتن که بنده حتی اجازه نداشتم یک بار به ایشان جواب بدم. تنها کاری که من کردم یه قرآن راستینه برایشون چه بودم جناب زرتشتی، شما بعدن وقتی وارد وحدت دین اسلام شدید لطفاً یه نگاهی هم به این قرآن بکنید و بیاین این قرآن نقد بکنید، ما با هم در مورد این صحبت بکنیم که ایشان نمیکنه این کاره به خاطری که به اصطلاح به نفعش نیست، متوجه هستید؟ حالا ایشان آمده در طول تمام این برنامه، یعنی که سرچ کنید شاید بگم 1000 که نه ولی 100 تا 200 تا برنامه توی این مدت 20 سال گذشته دارن، در تمام طول این مدت ایشان منکر زرتشته، کوروش جنایتکار بوده، تمام پادشاهان هخامنشی خونخوار بودن، شاپور سولکتاف این کار کرده این کار کرده و آقا این چرندیات. ایشان میاد 20 تا برنامه تمام ادیان به لجن میکشه، یعنی بر میداره کتاب پرمحتوای شجاعتین شفا، شادروان شجاعتین شفا که اگر میخوای واقعا دین نقد بکنی برید اون کتاب بخونی، اینا رو بر میداره یکی یکی ایش همین آقا سوره نساء اینه گفته اون اینه گفته. آقا این دور زمانه اصلا ریسرچ کردن این چیزا خیلی ساده است، شما بیایید برید گوگل تمام اینه بذارید بعد دانلود بکنید قرآن هر کتاب دینیه شما نگاه کنید بعد سرچ کنید هر چیز بدی بخواید در مورد اینا پیدا کنید اونجا هست. اینا بعد وقتی که همه اینا رو به لجن کشی بعد میاد میگه که آقا مزخرفات شاه، مزخرفات اینها خیلی خیلی از مزخرفات شاهنامه بهتر. خب ما اگر اینجا بشینیم حرفی نزنیم و میگن آقا ایشان بنده یه مهندس هستم اصلا در نظر سواد و معلومات و تحقیقات تاریخی اینا به پای ایشان نمیرسن، ولی آقا داستان زندگی آقای صدرالاشرافیه ببینید، ایشان بلند میشه از وقتی که جوان بود و فارغ التحصیل دانشگاه تبریز میشه نمیدونم برای کشاورزی میرن فرانسه، در اونجا در دانشگاه سوربن دکترا میگیرن و بعدش میرن کانادا و اینا. در طول تمام این مدت شما یک چیز خوب در مورد اینم که آقا بگه آقا توی تاریخ 4000 ساله 6000 ساله ایران یه آدم خوبی هم بود که بهبه و چهچه هم زنه، یه موقع هم یه حرفی از مصدق میزنه که بعد شادروان مصدق و علت من عصبانی نیستم اصلا نمیخوام از ایران اعتقاد بگیرم، ولی میخوام بگم که آقا ما برای این که بتوانیم این رژیم در یک موقعیتی تغییرش بدیم و برگردیم باید هویت خودمون رو بازنگری بکنیم و این سه تا عامل یعنی آموزه‌های زرتشت، مملکت داری کوروش کبیر و شاهنامه فردوسی سه تا تولز ما هستن که شما کار شده در 20 سال گذشته تمام میره آقا فقط از هرودوت یه جمله پیدا میکنه و بر اساس اون یه جمله میاد یه نقاشیه 200 سال پیش در هلند میاره اونجا میگه نگاه کنید بله هرودوت اینه. بابا هرودوت اینه گفت، اصلا خود هرودوت همه میگن یک تاریخ نویس دروغگو. وقتی که شما سرچ بکنید نه در چیز فارسی، حالا فارسی رو نگاه کنید ما چیز به اصطلاح ناسیونالیستی نداریم، شما چیز انگلیسی بخونید اصلا میگن تیلز آف هرودوت یعنی افسانه های هرودوت. هرودوت 100 سال بعد از کوروش بوده در زمان خشایارشا و
ایرانی ها فروختن، این باعث شد که اصلا یک جا نمیبینی که اصلا این از امپراتوری ایران صحبت کنه، همیشه به بربرهای ایرانی در تمام صحبت هاش. اینه که حتی خود غربی ها هم هرودوت به عنوان یک تاریخ نویس قرار ندارن، چون تمام حرفاش غرض نویسه. حالا این در این حالی که از کوروش تقدیر میکنه، بعد مرگشه یه طوری توصیف میکنه که اینه یه آدم خونخوار. شما نگاه کن این کوروش ما، حالا من اصلا ایرانی نه، تمام دنیا کوروش قبول دارن، تمام دنیا به لوحه کوروش بنیانگذار حقوق بشر میدانه. ایشان تو موضوع میام که اصلا اون موقع بشری وجود نداشته باشه که حقوق داشته باشه. چیه حقوق بشر از موقع شروع شده که رنسانس داریم؟ حالا میگیم بابا بله اون موقع اصلا هیومن رایت وجود نداشت، قبول داریم، ولی آقا همین یک سال پیش اون خاکستری که اسکندر کبیر یکی از دوستدارانش ایشان هستن روی تخت جمشید ریخت، 2000-3000 لوهر از حالت گلی تبدیل کرد به سنگ، به این برای امروز ما بعد 2500 سال باقی مونده که رفتن اینا را خواندن. مال 2200 سال پیشه آقای صدرالاشرافی اینها را یکی یکی خواندن. برید آقا ایشا یکی حرفایی که میزنه همیشه وقتی که استدلال خودشه میگه، میگه عقلم خوب چیزیه، یعنی مثلا یه آدمی مثل من عقل نداره. اوکی اب نداره، ما آدم ناعقلی هستیم در مقابل شما، ولی من میگم که آقا شرف و وجدانم چیز خوبیه. این لوحه ها رو شما برید بخارید، در این لوحه ها نوشته که آقا زن ها اینجا آرشیتکت اینجا بودن، اینجا از کارگران مصری نمیدونم حتی مغولی درسته و این حقوقشان بوده و این نمیدونم چون نوازندگی میکردن حقوق بیشتری میگرفتن. یعنی یه چیزهایی تو این لوحه نوشته شده که شما اگه بخواید قانون اساسی برای ایران بشه باید به این لوحه رو نگاه بکنید. آقا ما یک دفعه گفتیم که آقای صدرالاشرافی، یه ایمیلی برش زدم که آقای صدرالاشرافی شما بنیانگذارهای قانون اساسی آمریکا الهامشان از گزنفون بوده، یعنی همون نوشته های سیروپیدیا بوده و به خود نوشته خود جفرسون و به شما هم آقای اسکورپینه گفتم برید توی اسمیتسونیان نگاه کنید. آقا ایشان الان یه ویدیوش هست، جواب آقای صدرالاشرافی به سهراب چمنارا، آقا ما اینه گفتیم. آقا شما یک ساعت ایشان صحبت کردن اصلا جواب نه بگرد، یکی دوستان بعد و بیرا به ما گفتن آقا مخلص شما هم هستیم، ما کوچکتر هستیم که با یک صدر اشرافای تبریز و آذربایجان اصلا بخوایم طرف صحبت بشیم. قرار از این که ما گفتیم آقا خب بالاخره یه نفر باید به ما یه فرصتی بده که ما بیایم یه 100 دلار 200 دلار به یه جایی بدیم. خب بهتر از این آقای سربیه کجا گیر میاریم؟ یه نفر پیدا شد، والنتیر شد که آقا شما بیا یه 4 کلمه در مورد آقای پانتورانینا به طور کلی، نمیخوام در مورد آقای صدرالاشرافی زیاد صحبت کنم چون اینشان دار و دسته شان حدود 20-30 نفر بیشتر نیستن، هم استادای دانشگاه های خیلی چه بخواد که از 15 سال پیش به این نتیجه رسیدن که اصلا تجزیه ایران محاله، یعنی هیچ قدرت اگر روس و آمریکا هم بخوان با هم متحد بشن که ایران رو تجزیه بکنن ممکن هم از 1 میلیون نفر سرباز بذارن یه جای مثلا یه حکومت چیز، ولی ایران تجزیه شد به خاطری که این ایران یک فرش هزار رنگه، از ترک و کرد بگیر تا لور و بلوچ و قشقایی و نمیدونم مازندرانی و گیلکی و اینها با هم مثل فرش هزار رنگ به هم گره خوردن، اینها رو شما نمیتوانید از هم جدا کنید. تنها کاری که میتوانید بکنید اینه که لجن روی این فرش بریزید، یعنی کاری که این پانتورانی ها میکنن که بیان به هویت ما ایرانی ها فقط توهین بکنن بدون هیچ فقط مدرکشون هم چیه؟ آقا هرودوت توی یه جمله اینه گفته، آقا 200 سال پیش نقاشی توی فنلاند یه همچین نقاشی کرده. خب آقا
من یه برنامه یک ساعته با خانم بصیری در مورد شاهنامه داشتم، تمام این یکی یکی نه ایرانی بلکه خارجی، حتی آتاتورک گفته اون سند آوردن که آقا شاهنامه چه. بعد ایشان حالا میاد میگه که شما به من یک سند نشان بدید که پادشاهان هخامنشی زرتشتی بودن. من اینه حتی با آقا یارشاترم گفتم. بابا یک مرد بزرگ، یک انسان فرهیخته در تاریخ معاصر ما بده 35 سال بوده که اون انسان یارشاتره، یعنی که 300 سال پیش اگه کسی بخواد تاریخ ایران بنویسه مقامی که به یارشاتر میده همپایه فردوسی، به قاعده که این ایرانیکایی که این درست کرده تمام این لجنزارها رو کنار زده و ایران آورده بالا و به دنیا داره معرفی میکنه. اگه شما آقا ایران چه برو ایرانی کار بخواه. این به همت احسان یار شد یک انسان فرهیخته 90 و چند ساله. حتی من بی سوادم اگه برم اونجا بگم که آقا چارتام فوش بدم، خب ایشون ساکت میشه حرفی نمیزنه. من میخوام از شما بپرسم آقا آقای احسان یار شاتر به جواب شما چی داد؟ ولی حالا من جواب شما رو میدم. در هندوستان دین هندو دین رسمیشان بوده. کی دین هندو درست شده؟ اینو به من اول جواب بده. همونطوری که کسی نمیتوانه بگه که ریگودا کی نوشته شده و دین هندو کی درست شده، تاریخی براش بذاره، یعنی از اون موقع تاریخ وجود نداشته، نه اینکه بشر وجود نداشته، یعنی کسی نمیومده اینا رو بنویسه. همون موقع هم که زردشت در شما به من برید سند نشان بدین کدام پادشاهان هندوستان در طول این تاریخ 7000 ساله دین هندو داشتن که ما آقا جان در اون موقع دیدگاه زرتشت یک دیدگاه سکولاریسم بوده. اصلا حالا نمیخوام وارد دین زرتشت بشم. سه فرمان داره از دین زرتشت من فقط اونه میدنم، حتی نمیخوام در مورد ریگودام با ایشان با وندادم نمیخوام صحبت کنم. این سه تا دین رسمی این مملکتی بود، یعنی آریایان 4000 سال پیش وقتی وارد فلات ایران میشن، آریایان میرن یه قسمتشون میرن هندوستان که اونا هندو میشن، یه قسمتشون میان ایران که اینها میبینن به عجب دین خوبیست، پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، این میشه دینشان. تا اینکه آخوندهای زردشتی به وجود میان که اون حالا یک داستان دیگه است و بر اساس این پندار و گفتار و کردار نیک بوده که کوروش میاد یک همچین فرمانی مینویسه که الان میشه لوحه کوروش. این استدلال من با جناب استاد اعظم آقای صدرالاشرافی. بنابراین حالا بگیم که آقا پس این فروهری که توی تخت جمشید هست، توی نمیتونم بیستون هست، پس این چیه؟ این مال که 2200 سال 2400 سال پیشه، پس این چیه؟ شما که میگین این مال زمان سعدی به وجود آمده، نه آقا این مال سومری ها بوده. خدای من آقا شما اگر هم این فروهر در تخت جمشید نگاه بکنید زیرش میبینید خورشید بالدار هم هست. این خورشید بالدار حتی میشه ریشش در مصر، یعنی اون موقعی که اینها نور و خورشید و لایت و اینها رو میپرستیدن، اینها سمبول هایی هستن که ایرانیان قدیم از آموزهای زردشت گرفتن و اینه روی سنگ حک کردن. کسی هم نگفته ما زرتشتی هستیم، کسی هم نگفته آقا اهورامزدا، حالا یه چیزی میگه آقا اهورامزدا، این میره روی لینگویستیک، رفته ایشان استاد لینگویستیک هم هستن که آقا این اهورا نمیدونم از باب اونه این اونه. بابا همه اینا رو بذار کنار، ما ایرانی ها سه چیز داشتیم، یکی گفتار و کردار پندار نیک بوده مربوط به ابتدای تاریخه، یکی همین کوروش بوده که 300 سال پیش جفرسون آمده گفته آقا ما از اون الهام گرفتیم، 100 سال پیش هم لوحش کش شده،
دو سه سال پیش هم این لوح‌های توی تخت جمشید دارن میخوانن و فهمیدن با ما ایرانی ها چه ملت با تمدن و حقوق و بشردانی بودن. بعدش هم آقا ما 400-500 سال هم زیر بار این مسلمان هایی 400 سال بودیم تا اینکه یه فردوسی هم پیدا شده اینا را سرهم کرده و آمده به ما این نشان داده. حالا من فقط از شما خواهش می‌کنم آقای سربی این نامه آقای صدراشرافی شما بذارید ببینید که چی دل ما را سوزاند که شروع کردیم به اصلا صحبت کردن. میخوان بخونمش یا فقط نه بذارید اینشوش که ببینن که امضای خودشونه ببینن، چون ایشان آقای صدراشرافی همش حرف زده در طول این دور تاریخ که ما در 20 ساله ایشان به عنوان پانتورانی آمده روی کار همش حرفه. یعنی بنده بی سواد کم سواد مهندس لااقل 10 تا کتاب نوشتم که شما کتاب هم دادم بهتون که آقا هر موقع به من ایراد خاصی بگیره بگو آقا در این صفحه اینجا شما اینه نوشتی. آقای سرورشاوی میاد میگه شاهنامه مزخرفه. من به آقای آقا شما گفتی مزخرفه که من نگفتم. خب آقا من حالا برم توی سب تا ویدیوی ایشان پیدا بکنم که آقا شما گفتید این مزخرفه اون مزخرفه. ولی آمده به شما نامه نوشته، به این نامه رو اول شما نشان بدید که هست امضای ایشان پاش هست و بعد بخوانیدش تا اینکه ما بیایم در مورد این نامه صحبت کنیم. اجازه بدید پس من اینو سریع بخونم شما یه استراحتی بکنید. دوستان آقای ضیا صدراشرافی وقتی که این بحث کوروش بود و برنامه آقای مینویی بود و برنامه آقای چمنارا بود و راجع به اینکه کوروش قانون حقوق بشر و اینها، اولا ایشون یه برنامه‌ای داره که اصلا حقوق بشری وجود نداشته. حالا چه اینو همونجوری که آقای چمن آرام گفتن اسم آقای ضیا صدراشرافی رو به فارسی روی گوگل اگر سرچ کنید می‌بینید اونو. ایشون نوشتن که آقای سربی گرامی با سلام، نوشته پژوهشگر ارجمند آقای سهراب چمن آرا را خواندم. به راستی به قول اهل منطق از مصادره به مطلوب ایشان حیرت کردم. بحث راجع به این موضوع و یافتن جواب منطقی به آن است که آیا استوانه کوروش کبیر یک منیفست یک فاتح و جهانگشا است که با صیغه شخص اول من از آن سخن گفته می شود، دو یا مانند احکام دینی با مخاطب و صیغه دوم شخص مؤمنان تو است، سوم یا مثل تمام قوانین از عهد باستان قانون این چیه قانون حمورابی قانون حمورابی همینجا خاصی بابا این قوانین حمورابی در شوش کس شده 300 حمورابی. یعنی حتی حمورابی هم ما میتونیم به ایرانی ها بگه که آقا مال ما بوده، مال ایلامی ها بوده، بعد سومری ها از ما حالت همورابی تا امروز از جمله قانون آمریکا، انگلستان و فرانسه و ایران و مخاطب آن سوم شخص هر کس او است. اینکه چه کسانی از جمله اسکندر و تمام خوانندگان کوروپدی کزنفون جفرس کزنفون سیروپیدیا و خود ایشان از کوروش کبیر متاثر شدند. این سیروپیدیا رو چون با فارسی می‌نویسن شده کوروپدی. چه ربطی به بررسی استوانه کوروش کبیر و تعیین نوع آن توی پرانتز منیفست شاهی بودنش به نام محتوای آن داره؟ قانون اساسی آمریکا و فرانسه و تمام کشورهای مدرن بعد از انقلاب سرمایه‌داری صنعتی، همونجور که شما گفتید ایشون نقل قول کردید ازشون، به حقوق فردی انسان در آزادی و برابری و سکولاریسم برمیگردن که هیچ یک از اینها در عصر میانه و سنت مطرح نبود. لویی 14 معاصر نادرشاه تا لویی 16 1789 چه رسد به عصر باستان کوروش کبیر، آنها رئیس یک قبیله ایل پارس طایفه پازارگاد عشیره هخامنش. به نظر میرسد به جای رجوع به موزه ها از ایشان بخواهید به دانشگاه های آمریکا و به خصوص دانشکده حقوق و سایر مراکز مربوطه رجوع کنند تا توهمشان رفع شود. به فکر اتهام زدن هم نباشند. انسان عاقل و علمگرا و انسان دوست که رو به ساختن آینده دارد و با ارتجاع حاکم که میخواهد کشورمان ایران را با قوانین عصر میانه به قهقرا ببرد مبارزه میکند.
طبعا نه با کوروش کبیر متعلق به عصر باستان و نه با زرتشت اسطوره‌ای و نه با شخصیت مورد علاقه ایشان فردوسی. با این سه شخصیت همانند محمد و موسی و عیسی و سایر بزرگان دینی، سیاسی و تاریخی هیچ انسان عاقلی خرده حسابی نباید داشته باشد. بحث با مدعیانی است به قول حافظ که می‌خواهند در مبارزه با ارتجاع مذهبی عصر میانه اسلام تو پرانتز با ارتجاع مذهبی عصر باستان توی پرانتز زرتشت و یا همانند آخوندها با تعبیر و تفسیر شخصی از یک استوانه 43 یا 45 سطری و با اساطیر شاهنامه امامزاده دیگری بسازند. اشکال این است که همه اینها را به سوی همه اینها رو به سوی گذشته دارند و نه آینده، و در صورت پیروزی هم جامعه ایران به جای رفتن به سوی آزادی و برابری و سکولاریسم یعنی عصر حقوق بشر و جامعه مدرن، بلکه جامعه را به سوی نجات پرستی آریایی و خلوص زبان فارسی و به اسطوره‌های شاهنامه‌ای و زرتشتی می‌خواهند ببرند. و هر کس جرأت نقد، توی پرانتز نوشتن بیان جنبه‌های مثبت و منفی، زرتشت و کوروش کبیر و شاهنامه فردوسی را همانند بایبل و قرآن به خود بدهند، همانند آخوندها و کشیشان در قرون وسطا تکفیرش می‌کنند و او را ضد ملی و خائن به مقدسات قلمداد نمایند. سخن را با بیت حافظ که تحلیل مدعیان دینی و سیاسی است تمام می‌کنم: با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی تا بی خبر بماند در جهل و بله شما رو جاهل و خودپرست. باید نداره ده. حالا من فقط یه نکته رو میگم. شادکام باشید زیاد صدر شد. حالا یه نکته رو میگم. ببینید شما برید با آخوندی که 30 سال تمام رفته در فیضیه قم یاد گرفته، این واقعی کربلاره، متوجه هستید؟ 30 سال تمام کار و زندگیش این بوده، یعنی اصلا مغز شده سنگ که آقا داستان کربلا از این، حتی از حرکت امام حسین از مدینه تا کربلا رو در نظر نمیگیره، فقط همون شب عاشوراس و تاسوعا و نمیدونم که. شما حالا بیاید عین صلح‌نامه معاویه رو با امام حسن جلوش بذارید، مبالغی که پول گرفتن امام حسن علیه السلام نمیدونم، همه اینا رو پیش بگید، اصلا و ابدا قبول نمیکنه. همونه که هست که اسب امام حسین به مدت یک هفته علف نخورده، آقا میاد سخنرانی میکنه که بله حضرت اسماعیل گوسفنداش میاره صحرای کربلا، قبل از اینکه میاد گوسفندا علف نمیخوردن تا اینکه بگن آقا در این سرزمین خون امام حسین ریخته میشه. آقا فایده نداره. من اینه میخوام، ما مسلمان شیعه هستیم، این شیعه ما هم باز ریشه در اون هویت ایرانی ما داشته، یعنی وقتی که ایران ما توسط این اعراب بیابانگرد با استفاده از آیات جهاد قرآن، که البته باید این بحث جداگانه باشه که ای کاش ما می آمدیم با هم می نشستیم با آقای افشارها صحبت می کردیم، چون من با تمام افرادی که صحبت کردم تنها کسیه که دیدم منطقی حرف می زنه آقای افشارها، می خواستم از این یاد بگیرم بیا با من بیشتر صحبت کنم، با شما بحث کنیم در مورد قرآن، با هر کسی که شما، این فایده نداره. ما این شیعه مانه آمدیم از حضرت علی روی کردمش رستم، دو تا حضرت علی وجود داره، یک حضرت علی اسطوره‌ای، یک حضرت علی تاریخی. تاریخی اون چیزی که سنی‌ها قبول دارن، اسطوره‌ای اون چیزی که ما شیعه قبول داریم. ما دین جدید ساختیم به نام شیعه، ما برای خون سیاوش و کاری که تورانی‌ها سر سیاوش آوردن سال‌ها هزاران سال گریه می‌کردیم، بنابر این امام حسین آوردیم کردیمش سیاوش برای گریه کردیم. بنابر این شما وقتی میرید توی ریشه های شیعه هم نگاه میکنید ببینید که این ریشه های آموزه های زرتشت توش هست. حالا نمیخوام سخنی خلاف اعتقادات مذهبی کسی گفته باشم، ولی دارم میگم
علت اینه که شیعه اصلا به نقشه دنیا نگاه کنین شیعه ها کجا هستن، میبینین که همین تمی امپراتوری ایران در اون مرکزش هستن، این شیعه ها هستن. چرا گفتن آقا ما نمیخوایم این دین وهابی سلفی شما را قبول بکنیم، ما میخوایم شیعه باشیم، ما میخوایم یه دین اسلام داشته باشیم، قرآن قبول داریم، همه قبول داریم، ولی اینم روش ماست. حالا که 300 سال پیش انگلیس ها رفتن از هندوستان یه نفر اجداد آقای باقر مجلسی آوردن و شیعه رو به این شکل امروزی کردن، اون بماند، بحث دیگه است. حالا میفهمید که واقعا من چرا خواستم بیام صحبت کنم، چون واقعا ایشان رو شما ویدیوهاش نگاه کنید ببینید که آقا در تمام تلویزیون هایشان میره صحبت میکنم، همه به عنوان کسی که 50 ساله داره در مورد یک جمله هرودوت نتیجه گیری میکنه، یک جمله هرودوت، یه هرودوت دروغگو، افسانه ای که بهش میگه تیل هرودوت. بله حالا اگر ممکنه به عنوان که اینشان میگه سند بیار، اون عکسای شماره 1 و 2 که من داستان اسموسونین و سقف کاخ دادگستری آمریکا، اگه اون رو ممکنه در صفحه بذارید، اون رو باید پیداش کنم. تا اون لحظه اجازه بدید که من از شما انتقاد کنم یا سوالی رو که دوستان هم میپرسن. ضمن اینکه این برنامه داره مستقیما از فیسبوک هم پخش میشه، تشکر میکنم دوستانی که از طریق فیسبوک با ما هستن، مخصوصا آقای سبا تبار، یکی از شاعران کانادا که مدت ها بود ما ایشون رو نداشتیم. در هر صورت آقای چمنارا، شما آموزه های زرتشت رو میگید که به قول آمریکایی‌ها top of the line، بعد خودتون قبل از اینکه حتی کسی بگی خب پس چرا شما زرتشتی نیستید، میگید ضمناً من یک شیعه هستم، بعد خودتون هم بلا فاصله میگید که شیعه نوع جدید از زرتشت هست. نه اشتباه کردم؟ نه من همچی چیز نگفتم. گفتم آقا الهام بخششه، همونطوری که آقا قانون اساسی آمریکا نیامدن از روی گزنافون بنویسن، الهام بهشان داده. این مردم ایران، مردمی که در این فلات بودن، آدم هایی بودن متفکر، دیندار، خدا پرست، نمیدونم همیشه یک بار گیر این عربای بیابانگرد افتادن، خب به زور شمشیر گفتن باشه قبول، ما مسلمان حربی نداریم. ولی گذشته، سالها گذشته، گفتن آقا ما میخواییم یه خورده اینه مثلا رنگ آمیزیش کنیم، جلایی بهش بدیم. آمدن از اون الهاماتی که از نه دین هندویزم که در هندوستان برقرار بوده در ریگوداها، بلکه از آموزه های زرتشت که اینها باش بزرگ شدن هزاران سال، آمدن یک مذهب جدید، دین جدید هم نه، مذهب جدیدی درست کردن که شاخ. الان هم در خود اسلام شما هزار تا مذهب دارید، مذهب اسماعیلی دارید، مذهب سنی دارید، مذهب نمیدونم شافعی دارید، نمیدونم حنفی دارید، هزار تا. شیعه هم یکی از اینا، منتها شیعه هم خودش 109 هست، از بهایی بگیر که شیعه هست، منتها شیعه ایست که میگه که 12 آمده و رفته و این تمام شده. از 2 امامی دارین، 3 امامی دارین، 4 امامی دارین، 5 امامی دارین، 6 امامی دارین، همه اینا. دارم میگه مبنای شیعه که آمده از حضرت علی، آقا شما سوره معراج بخونید، شیعه آمده گفته آقا حضرت علی وقتی که حضرت محمد رفته معراج، قبل از اون رفته بوده شیعه، بعد اینا آمدن از حضرت علی رستم ساختن، همون اسطوره های رستم. چی گفتم؟ افکارشون تحت تأثیر اونا بوده، نه اینکه زرتشت آمدن کردن. بله من ممنونم از شما. شما در رابطه با آقای یارشاطر صحبت کردید، اجازه بدیم به دوستان بگم که ایشون هم به دلیل کبر سن، هم به دلیل مریضی هایی که دارن، الان در وضعیت بسیار بدی هستن، یعنی حتی گفته میشه که دیسیبل یا هندیکپ شدن. اینو امروز صبح برای من یکی از دوستان نوشته. در رابطه با آقای دکتر نصر احمدی صحبت کردید که مرسی، ممنونم، چون دیروز ایشون 2 تا پیغام گذاشته بود دیشب و من امروز صبح تماس نگرفتم، بعد از برنامه چون ایشون در کالیفرنیا است تماس میگیرم. درباره آقای افشارها صحبت کردید، با آقای افشارها میگم که شما باز یه بار دیگه هم تقریبا مثل دعوت بود که بیان، چشم، این کار انجام میدم. و اما درباره مصاحبه‌ای که با خانم بصیری یا خاله‌گیلی خود ما داشتید،
این لینک رو اگه برای من یه بار دیگه بفرستید اون رو هم ما پخش میکنیم در تلویزیون مردم تا دوستان اون مصاحبه رو بشنوند، چون دیدم خیلی شاهنامه است. فقط متوجه هستید در هر صورت اینم از این، و هنوز شما به من نگفتید اگر آموزه های زرتشت خوبه چرا شما زرتشتی نیستید؟ آیا آدم آقا وقت... من پدرم مسلمان بوده، مادرم مسلمان بوده، مسلمان متولد شدم، نمیتوانم غیر مسلمان. مثل این مونه بگم من چمن آرا نیستم، شما سربی نیستید. آقا دین چیزیست که شما به ارث میبرید، این چیزی نیست که شما بگید من یک مسلمان هستم. ناشر قرآن پویتیک به انگلیس، ناشرش هم نه نویسنده، دو تا قرآن کرانیکال، قرآن راستین، شرکت کتاب نوشته، قواعد ما اونجا نوشتم برای دانشگاه الازهر. من مسلمانم، نمیتوانم بگم مسلمان نیستم. این دین چیزش آخه اینایی که میان امروز به قول خیلی آمدن مسلمانن شدن مسیحی، آخه بابا آخه نمیشه. تو مسیحی هستی من برو کلیسا بشین کلیسا رو بود. همونطوری که تمام این چیزهایی که در ترکیه هست همه کلیساهای ارمنی ها بوده، اینا آمدن یه لا 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 محمد رسول الله، یه حکومت چیز صنایع اسلامی خودشان، تمدن اسلامی خودشان معرفی کرد. خیلی از کلیساهای دنیا همینجور هست که وقتی اسلام حمله کرده گرده همه رو کرده مسجد مسجد کرد. الان هم توی هندوستان دعوایی که 5-6 سال پیش بود تمام اینا از خود همین مسجد الاقصا، مسجد الاقصا بود نه مسجد الاقصا بود، معبد یهودی بود، آمدن بالاش مسجد. حالا باید بحث دین نشی بهتره تو همون چارچوب این فقط بنده همین. خب برگردیم به روز مموریال. شما از من یه سوالی کردید، من جواب شما رو دادم، گفتم شما از من نپرسید اگر من آمریکایی باشم و یه روزی به نام گرامی داشت اونهایی که سکریفایس کردن، جان خودشون از دست دادن، و یه نفر بیاد توهین کنه به واشنگتن، یه نفر بیاد به اینها حتی توهین کنه، شما از من پرسیدید چه کار میکنید؟ من گفتم شما چون میگید آمریکایی، اگه آمریکایی بی سوادی باشم ممکنه عکس العمل نشون بدم، تعصب داشته باشم، طرفو بزنم، مجروح کنم. اگر یه آمریکایی منطقی باشم میگم خب این نظرشه، یکم باهاش صحبت میکنم آگاه بشه، نشدم کاری بیکارش ندارم. ولی من حالا این سوال از شما میکنم، شما به افرادی که به چیزایی که شما باور دارید، حالا اونها یا درست هستن یا نیستن، ولی شما باور دارید اگر بی احترامی کنن، توهین کنن، شما چگونه با اونها رفتار میکنید؟ من همین رفتاری میکنم که الان آمدم کردم. آقای صدرالاشرافی الان 20 ساله برای تمام ویدیوش 50 برنامه در تلویزیون مردم میهن داشتن با آقای بهبهانی، بنده همه رو لایک زدم، حتی جملات طلاییشان هم به عنوان کامنت نوشتم که من که نشان بده که من تمام حرفاشان گوش دادم. یکی از بهترین حرفاشان اینه که حقیقت جز دروغ کامل است و ایشان دقیقا همین کار میکنه. یعنی اینکه یک جمله از هرودوت پیدا میکنه، بر اساس اون میاد یک دروغ بزرگ درست میکنه. که کوروش آدم خونخوار بوده، کوروش یک جهانگیر بوده، کوروش یک آدم پس فطرت بوده، کوروش یک حقیقت جزء میکنه دروغ بزرگ. بنده همین کار میکنم، نه ادعای اسکالرشیپ دارم که نمیدونم، که من یه آدم معمولی هستم، کارگر هستم. در تمام طول این مدت هم همه تو کار کارگری بودم، کارگر مهندس بودم. ایشان 50 سال چیز خودش در رزومه خودش در همون سرچ بکنه نوشته تمام کارش این بوده که بره تحقیق بکنه. و تمام ویدیوهاش هم که نگاه بکنید که شاید 100 تا 200 تا 300 تا نمیدونم چند تا میشه، همش بر اساس این ستاد که آقا بعد به زردشت بگه، بعد به کوروش بگه، و بعد به خواهش آقا میکنه. اول سوزه میگه یه شعری از فیلسوف بزرگ خیام میگه. آقا خیام شاعر نبوده. خیام در این کتاب 4 صفحه، من در مورد این کتابم شما دارید، برید توی صفحه، حتی میتونید دانلودش هم بکنید، صفحه 34 است. خود خیام به زبان خودش داره به فردوسی میگه آقا من ریاضیدان بودم، منجم بودم، این کار کردم، اون کار کردم، محاسبم با
16 عدد اعشار این کارو کردم. در کنار این محاسبات من یه چند تا شعر نوشتم. 100 سال بعد 50 سال بعد از اینکه من مردم یه عده اومده این شعرهای من نشه که بعد از تمام مدت‌ها که گذشته یه دفعه فیتزجرالد اومده شعرهای من ترجمه هم ما رو به عنوان یه شاعر می‌سازه، در حالی که من شاعر نبودم، خود خیام، نه اینکه من دارم از قول اون میگم. مثلث پاسکال تا 100 سال پیش میگم مثلث پاسکال، بابا مثلث پاسکال ماره 700 سال پیش خیام اینه کش کرد که حالا چون خیام شد خیام گفتم مثلث پاسکال خیام، معادله نیوتن خیام، در حالی که هنوزم اسم اونا ایشان میاد ایشان میکنه فیلسوف. چرا؟ فقط میخواد فردوسی کوچیک بکنه، در حالی که فردوسی فیلسوف بوده، تاریخ نویس بوده، شاعر بوده، نمیدونم پدر زبان فارسی بوده، همه چیز ایران بوده. یه شعری از خیام میگه، حالا نمیدونم کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه فروش، به به چه فلسفه‌ای پشت این هست، نگاه کنید، بعد نرید مزخرفات شاهنامه رو بخونید، ببینید خیام بخونید. این بندم همین حرفی میزنم که شما زدید، یعنی ما با کسی تسبیقه هنوزم که هنوز ایشان رو به عنوان استاد قبول داریم، منتها تحقیقات ایشان هم قبول داریم، رفته تحقیق کرده. ما بهش میگیم آقا به جای هرادوت برو گزنفون رو بخونه، گزنفون بیشتر محبوبیت داره در تمام دانشگاه های دنیا. تاریخ قانون اساسی آمریکا با الهام، الهام، نه اینکه از روی لوحه کوروش کبیر نمیشه. لوحه کوروش کبیر یک سند تاریخی است که نشان میده که مملکت داری کوروش چطور بوده. اینها برای بنده است. حالا من دارم به شما اینه گفتم شما فقط مجسم بکنید. آقا کجا دیدید در یک کشور یک میلیاردی هندوستان یک نفر بیاد بگه گاندی جاسوس انگلیسا بوده؟ نگاه کن، ببین گاندی یک شخصیت متعلق به هندوستان تنها نیست، گاندی یک شخصیت جهانیه مثل کوروشه که همه قبولش داره، همه به عنوان نمیدونم چی قبولش داره. حالا فرض کنیم امروز یکی آمد گفت ما چی کارش کنیم؟ یک هندی شما من معرفی کنید، یک هندی، اگر یک هندی بیاد بگه گاندی جاسوس انگلیسا، باید تمام این کار استقلال اینه اصلا خود نقشه انگلیسا بوده و اصلا خود اینا هندی گاندی کرده. نگاه قیافش بکن، یه مثل نمیدونم چی میگه، یه چیزی میندازه روش، همش با همش دروغه و اینا. یه همچی کسی این توی یه میلیارد اگه یه نفر یه پیدا چه بهش میگن چی؟ بیا آقای چمن آرام، من همین الان زدم که نوشته بریتیش سیکریت سرویس ایجنت مهاتما گاندی. هست، خب هست. شما بیاین مارتین لوتر کینگ مثلا در خود آمریکا بگیم. نه حالا که صحبت به اینجا رسید، دو سه روز گذشته صحبت از این شده که آقای خمینی وقتی که در نوفل شاتو فرانسه بوده با آقای کارتر در تماس بوده، حتی فرستاده. آقا هو کیرز، به قول من هو کیرز، دم دم همین بدبختی ما همینه که ما بند کردیم به این که آقا 28 مرداد کودتا بود یا نمیدونم رستاخیز بود. آقا خمینی این بود، آقا مملکت ما الان گرفتار تو اون زندانی که عرض کردم، ما 5 میلیون که هستیم، بیاین آقا باید نشر احمدی پیدا شده اینجا بیاید اینه به یه قانون اساسی بنویسیم با هم توافق بکنیم روی این، بره آینده فکر کنیم، به سال 2020 نگاه کنید که میخواد جنبش بشه در ایران. آقای چمن خمینی نمیدونم جاسوس سیاهی بوده یا اینکه از طرف خدا آمد. ممنونم از شما، با آخر وقت رسیدیم. بعد از برنامه شما با آقای احمدی نصر احمدی هم تماس میگیرم و حتما شما رو در جریان میذارم. مرسی که با ما بودید و دوستان میتونن با شما روی فیسبوکتون نشون دادم صفحه رو خیلی مستقیم و خوب تماس بگیرن، شما خیلی به موقع پاسخ میدین، از این بابت ممنونم. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. اگه از این طرفا باز رانندگی کردین با اون ماشین اهورامزداتون خوشحال میشم بله که در خدمتتون باشم. خیلی ممنون و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا حافظ، خدا نگهدار، با امید دیدار. دوستان عزیز با آقای مهندس سهراب چمنارا بودیم، کتابهای ایشون هست، حالا در اون مجموعه‌ای که کتاب‌ها رو معرفی می‌کنیم به کتاب‌های ایشون هم می‌رسیم. البته دفعه قبل
به من گفتن تو ماشینم کتاب دارم ولی برای دیگران آوردم، قرار شد برای من پست کنن، هنوز یادشون رفته و منتظر هستم آقای چمنارا. روز روزگار بر شما خوش. برنامه بعدی آقای حسن ارشاد از ایران هستن. مرسی، خیلی ممنون آقای چمنارا که با ما بودید. خدا نگهدار.